خب دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 13 ماه تیر 1397 برابر با 4 جولای سال 2018. 242 سال پیش اگه اشتباه نکنم آمریکا انقلاب کوچولویی انجام داد و خودش رو از سلطه سلطنت انگلستان نجات داد. جالبه که وقتی نجات پیدا کردن دوربری های واشنگتن بهش گفتن حالا شما بیا بشو شاه. گو ای بابا، ما این همه کشته دادیم و جنگ کردیم که من بشم شاه. شد رئیس جمهور و رئیس جمهور خوبی هم بود و هنوزم که هنوزه در همین منطقه ویرجینیا در منزل خودش خاک هست، جایی که خیلی جای قشنگی. اگه وقت اومدید آمریکا یا آمریکا زندگی میکنید حتما برید ماونت ورنون، جایی که عروسی و اینها هم بعضیا میگیرن اونجا، چون روی تپه مشرف به اصطلاح رودخانه و جایی هست که آسیاب آقای واشنگتن هنوز هست و ایشون مشروب هم درست میکرده، یعنی از این لحاظ هم کارش جالب و خوب بود. تبریک میگیم به شما دوستان این روز 4 جولای رو. امروز ساعت 2:30 اگه بتونیم آقای ایران بومی رو پیدا کنیم، چون ایشون آلمان نیست، رفته یک کشور دیگه، اگه اونجا بتونیم پیدا کنیم یک صحبت چند دقیقه‌ای داریم در رابطه با یک پرونده‌ای در آلمان و این ماجرای افرادی که مثلا ازدواج میکنن تو ایران، بعد میرن آمریکا، میرن آمریکا، آلمان، میرن کشورهای دیگه، اون وقت اونجا میخوان طلاق بگیرن، این دولتای اونجا قانونا قاطی میکنن که حالا طلاق شرعیه، طلاق قانونیه و این ماجراهای مهریه و اینها هم قوز بالا قوز. خب ببینیم که اوزا و میگه که visit the streamer dashboard, view your latest live stream. همش میخوان به همون شماره بدن، مردیم از دست این همه شماره، با این همه شماره و اعداد و ارقام چیکار کنیم؟ ما نمیدونم. ما ساعت 3 بعد از ظهر میریم اونور آبها، خلیج فارس، و دوستمون درباره عقل بشر صحبت میکنه. یه ویدیویی رو دیدم از آقای محمد نوریزاد، برای دوستم آقای جعفری نوشتم، والا من دوبار با ایشون مصاحبه کردم، به نظر میرسه که اینم نگران پاسپورت خودش و خانمش و بچه‌هاش و چند تا کامپیوتر و این چیزایی که دولت گرفته، والا این آقا از روز اول با آخوندا بوده، خورده و به اصطلاح ساخته و صداش در نیومده. وقتی اونا بهش گفتن که نه رفیق، دیگه ما به شما سهمیه نمیدیم و سهمیه خودمون بچه ها و اینها زیاد شدن، اون موقع ایشون هم شده انقلابی. حالا انقلابی که در انقلاب باشه میشه انقلاب به توان دو. امروز با یه دوست دیگه صحبت کردم که قبلا هندوستان بود، خیلی نگران بود در رابطه با ایران، الان رفته ایران، ماشاءالله همش از این رستوران، از اون کافتریا با دوست دخترای قدیمیش و همکلاسیای قدیمیش عکس میفرسته و اینها، و حالا خیلی انقلابی شده. بهش گفتم آقا مواظب باش، والا بعضیا انقلاب کردن سال 57 هنوز دارن به خودشون میگن غلط کردیم اینها. گفت نه آقا، ما انقلاب اینجوری میکنیم. گفتیم در صورت ما میگیم. و بهش گفتم ضمناً شما این حرفایی رو که میزنی اگه دوره شاه بود، الان سواک اومده بود در خونتون ازتون سوال میکرد شما پپسی دوست داری یا کانادا. و درست زمان عوض شده، دیکتاتورها باید بفهمن که نمیتونن مردم رو کنترل کنن، مخصوصا جوانان رو کنترل کنن، اینها بمانه. آقای فضائل عزیزان، روز دوشنبه در حین برنامه که داشتم با کانون آوا، برای من یک پیغامی گذاشته بودن. من نوشتم که میشه این پیغام رو در برنامه پخش کنم؟ گفتن بله. وقتی پخش کردم دیدم که داره صحبت میکنه از یه پرونده دادگاه و گویا وقتی ایشون رفت دادگاه جریمش کردن $500. گفته من ندارم بابا، تازه من دانشجو بودم، حالا ندارم. گفتن خب پس میندازیمت زندان.
پنج ماه و اون خانم قاضی که خودش هم یه سیاه پوستی هست گویا به این گفته من شما رو میشناسم، شما ایرانی ها اینجور و اونجور و اینها. حالا شانس آورده آقای فضائل عزیزان رفته سراغ این حسن آمریکا اینه که یه گروه های هستن وکیل مجانی به شما میدن دنبال حق و حقوق دستن، یکی از حق و حقوق مسلمان ها رو میره دنبالش، یکی از حق و حقوق سیاه ها رو، یکی از حق و حقوق خارجی ها رو، یکی از حق و حقوق پناهنده. حالا این آقای عزیزان هم خارجی هم پناهنده است هم سیاه نیست، ماشاءالله مال چیزه، ما هم مسلمونه. در هر صورت گویا حالا قاضی رو به اصطلاح دادگاه بالاتری گفته که این جرمت میمونه، محکومیتت اون درست گفته، جرمت هم همینه، ولی این قاضی بی خود همچین چیزی گفته. حالا یک کم دیگه زور بزنه شاید بتونه قاضی رو از قضاوت بندازه بیرون. در صورت اول قرار گذاشتم که امروز باهاشون صحبتی داشته باشم، ولی امروز اینجا 4th of July هست و همه گرفتارن. خود منم 100% مطمئن نبودم که برنامه داشته باشم اینها، و در هر صورت من با دو نفرم قرار مصاحبه کنم، یکی با آقای شهرام، دکتر شهرام ایران بومی، یکی هم با اون دوستمون که پیام از خلیج فارس میفرستن. حالا بعد با آقای عزیزان صحبت میکنم، اگر خواستن جمعه بیان در این مورد صحبت کنن تا شاید شماها هم یاد بگیرید که اگر حقتون تو دادگاه خورده میشه نیان بگین خب این بی دادگاهه، قسمت اپیل و قسمت شکایت به دادگاه های بالاتر و اینها فرجام و دادگاه های عالی میگفتن چی میگفتن، اونجا رو فراموش نکنید. این هم از این ماجرا. و اما جراحی قلب، ما چند روز پیش یکی از دوستانمون جراحی قلب داشت و میدونید که قبلا با اره برقی اصلا این ستون وسط رو میبریدن اینجوری باز میکردن، بعد دست میکردن تو قلب رو درست میکردن. اینها الان یا از پایین یا از بغل با دستهای ربات، ربات رو تو ایران میگفتیم آدم آهنی، خب اینا هم آهنه، واقعا آهن و پلاستیک و اینها، و دکتره میشینه، یعنی بچه ها دیدید با جویستیک بازی میکنن، پاش زیر پاش گاز و ترمز و اینها هست، بخیه و باز کردن قلب و همه اینها رو بدونی که اصلا باز کنن با دو سه تا سوراخ کوچولو که فقط این مته ها و این وسائل بره داخل. و فیلم های زیادی روی یوتیوب هست، گفتم شاید شماها دل دیدنش رو نداشته باشین، در صورت اگر مایل بودید برید نگاه کنید. و هر روز اینها هی پیشرفت میکنن، الان میگه جراحی کمر بدون شکافتن و اینها میگه یه اینچ 2.5 سانتی، 2.6 سانتی، 2.6 سانتی میده به تقریب، میگه یه اینچ ما باز میکنیم، مهره شما رو درست میکنیم، براتون یه مهره و پیچ دیگه بهتر میزنیم و میبندیم، فردا میری سر کار. حالا امیدواریم که اصلا شما کارتون به اونجا نرسه. یه خبر او خیلی داغ، سعید فرستاده میگه خبر داغ روز، اعطای 2500 گرین کارت به ایرانیان در قرارداد برجام کاملا دروغ بود، منبع خبر فاکس نیوز بود که از سایت آقای مجتبی ذوالانوار یا ذوالنور گرفتن، بعد فارس نیوز فهمید منبع خرد با آخوند دیگه مخالف روحانی بوده، ولی ترامپ بارها این مسئله رو ببینید آقای سعید جان، شما دیگه ترامپ رو که میدونید، ترامپ دروغا رو هی میفرسه، بعد شما وقتی دروغ رو میفرسی مردم میگیرن این دروغا رو، حالا بعد که میخوای بگی این دروغ بوده که نمیتونی بری یکی یکی پس بگیری، مثلا این دروغه رفته برای 10,000 نفر، حالا وقتی شما میگی دروغ نبوده ممکنه به 1,000 نفر برسه. و منم اون خبر رو دیدم، اصلا از این ماجراها نبوده، ولی این کار ترامپ شارلاتان همینه. کار اتفاقا آقای پرنس چارلز، این پرنس چارلز ولیعهد پیرمرد انگلستان که الان مادرش 92 سالشه و همه وایسادن تو صف که این خانم بمیره و هیچ همینجوری همه رو منتظر نگه داشته، توی صحبت سخنرانی گفته بوده که این ترامپ و به اصطلاح اطرافیانش مواظب باشن، این برنامه‌ای که اینجوری دارن پیش میرن دنیا رو به جنگ میکشه، و یکی از اشکالاتی که جنگ به وجود میاره همینه که ما فراموش میکنیم راجع به جنگ‌های قبلی و اینها. در اصل ممنون. خب
خانم لیلا بیگرام اینجا هستن. سلام و وقت بخیر به شما و دوستان. شماها هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید از طریق فیسبوک پیام بذارید، ولی مثل که فیسبوک یه دقیقه یه دقیقه بیشتر پیام نمیذاره، از طریق شماره تلفن. این روزا که دیگه تلفن خیلی ارزونه، از اینجا بفرمایید 202-695-2573. نظراتتون رو بگید، تکست بفرستید، ایمیل بفرستید، کامنتاتون رو روی فیسبوک بنویسید و ما از روز اول این، به قول خانم لیلا میلانی گفت، شما اینجا گیت کیپر هستین، گیت کیپر دربان و چیزم میشه، سرایدارم میشه بگید. و گفت که هر کی میاد هر کی میره آزاده، مثل تلویزیونای دیگه قل و زنجیر نداره. این گفتیم خب اون میشه کیج کیپر، ما اینجا گیت کیپر هستیم. و از روز اول گفتیم که هر کسی میتونه بیاد اینجا نظرشو بگه در هر موردی. و اتفاقا یه دوستی، بله، و نظرات دیگران رو هم تحملش رو داشته باشه بشنوه. و اینجا دوستان، من روزنامه نگار نیستم، من ژورنالیست نیستم، من خبرنگار نیستم، اشتباه نکنید. اینایی که میان میشینن برنامه میذارن، اینا برنامه گذار تلویزیون هستن یا تهیه کننده هستن، فرق میکنه با خبرنگار. یه دوستی برای من نوشته بود که ایشون یه گرایشایی به مجاهدین داره، یه کمی با خودش تعارف داره. وقتی یه کسی خجالت میکشه بگه من مجاهدم، یعنی سازمان مجاهدین اشکال داره. آقای ترشیزی با زنش و بچهش بلند شده رفته فرانسه، بله حالا قبول داریم سازمان پول شما رو نداده، شما گفتی ما باور کرد. اگر شما خجالت نمیکشیدی، هم خودت عضو میشدی رسما، هم همسرت رسما عضو میشد، هم پسرت روز میشد. کارتون خیلی خرابه. آقای رضا مشایخی ماشاءالله چقدر چاق شد، این همشهری یا هم استانی ما که خودش و پدرش و اینها انقلابی بودن، بعد ول کردن انقلاب ایران، اومدن اینجا انتصابی شدن، به مجاهدین وصل شدن، بعد یه مدتی به تلویزیون های لس آنجلس و سان فرانسیسکو وصل شده بود، آویزون شده بود به این آقای مسعود امینی معتاد، حالا دوباره به خاطر مسائلی نمیدونم دوربر مجاهدین هست و ایشون هم سفر کرده رفته به فرانسه و در این سیرک بزرگ شرکت کرد. حالا اومده عکسایی رو که مردم میذارن که سیاه‌پوسته تیشرت رجوی رو پوشیده، میگه نه آقا این جدید نیست، این مال قدیمه. میگم آقا قدیم، همون قدیم هم کارشون خراب بود. خود من سالها رفتم اینجا، فیلماشو دارم، اگه بگردم فیلماشو برات میارم میذارم. آقای رضا مشایخی، دوستان اون اونجا حاضر بودن که گفت آقا اینا دیگه کیان؟ گفتن ما مسلمان ها، ما ایرانی، ما مردم، این آدم ها از نژاد میمون هستیم. ولی این دوستان یه سیاه های آوردودن که حقیقتا خیلی به میمون و اینا نزدیک بودن، البته اونجا آفریقا بالاخره. یه سری الکلی رو آوردودن، یه سری هوملس رو آوردودن، یه سری رو از چرچ آوردودن، یه سری دانشجوهای رو آوردن که اصلا نمیدونست برای چی اومده اینجا. آخه شما میگی من شمردم فقط 4-5 تا بودن. از خودت سوال کن چرا یه نفر رو اینا به دروغ بیارن؟ چرا؟ برای که ندارن، ایرانی ندارن. خود شما میخواستی به جای همین 4-5 نفر دوستاتو ببری، مطمئنم به هر کی میگفتی آقا بیا بریم 4 تا فوشم بهت میداد، میگو خجالت بکش، اینا خیانت کردن به ایران، اینا چنین، اینا چنان. در هر صورت حالا ببینیم که اونا هم لابا میگه ای بابا سوربی خبرم را سرد کردی، الان سی ان ان دربارهش صحبت میکرد، اونم در مکزیک به زبان اسپانیش. خب این بذار برگردیم به همین ترامپ، ماجرای فاکس نیوز و ترامپ. الان میدونید که یکی از پسرای ترامپ که اون لاته، چی اسمش، اسمش هم مثل خود ترامپه، دانالد جونیور فلان که بهش میگن دی جی تی جی، بله این دانالد جونیور، دانالد جان ترامپ جونیور، هم چیزی بهش میگن تی جی تی جی اینجوری. این آقا زنشو طلاق داد، حالا معلوم شده که دوست پسر یکی از این خانمایی هست که توی فاکس نیوز برنامه میذاره، بعد فاکس نیوز مثلا اومده یه خبری داده که اون بچه دیگهش یکی از عقب افتاده، مثلا لباش هم اینجوری مسخرش میکنن، شکل دراکولان، موهاش اینجوری میزنه بالا اینا، میگن این دیروز یا امروز داشته میرفته سر کار، یه خانمی افتاده قش کرده، این رفته نجاتش داده. اینا همشون سکیورتی سرویس همراهشونه،
اینجوری نیست که بلند شی در بعد میگی یک منبعی که نخواست ما اسمشو بگی، یک جایی که نه، همش دروغ، فقط میخوان از اینا قهرمان سازی کنن. چه قهرمانانی؟ موجوده به اونایی که به ترامپ رأی دادن و فکر کردن که رأی اینها ترامپو گذاشت تو کاخ سفید. الان معلوم شده که ترامپ رو پوتین، ببخشید، مانند یک تپاله انداخته تو کاخ سفید. دلیلش هم اینی که هر کاری میخواسته انجام داده و این دیگه گزارش دموکرات نیست. چون من یه دوستی دیدم هر چی ما می‌نویسیم مال ریپابلیک، میگه اینا حتما دشمنان دموکرات. میگم بابا نه، این یک هیئت کمیته اطلاعاتی جمهوری خواهان. میدونید اینجا شما وقتی میری تو مجلس، در این اتاق باز میکنی یک کمیته اینجا، در اون اتاق باز میکنی یک کمیته اینجاست. کمیته جمهوری خواهان یکی از تندروترین آدمهایی که طرفدار ترامپ هم هست، خودش هم قبلا دادستان بوده و اینا و چند نفر دیگه نشستن مدارک و اینا رو نگاه کردن، گفتن که آقای ترامپ، این پوتین شما رو گذاشته سر کار، خودتو دست پوتین و دست این پسر نادان نده. اون روز تو برنامه دیدید به دوستمون میگم بابا این، اینا میگن دوپت، یعنی گولش زد، کلک زد بهش، مسخرش کرده. میگن این پسرک جوان 33 ساله کره شمالی، این پیرمرد نادان شالاتان رو گذاشته سر کار. بعد دوستمون میگه نه، قرارداد امضا کرده. میگم امضا که نکردن هیچ، تازه گیرم که امضا کرده باشن. طرف میگه مگه با ایران امضا نکردین؟ شما که زیر قراردادتون میزنین، منم زیر قراردادم میزنم. بعد این 25 ساله باباش و پدر بزرگش و خودش دروغ گفتن به آمریکایی‌ها. حالا آقای ترامپ میخواد معجزه کنه. حالا شما صبر کنیم ببینیم. همین ترامپ دیروز آمده میگه که اریک ترامپ، بله، اریک ترامپ اند دونالد ترامپ جونیور، بله، آخه دونالد ترامپ جونیور دونالد جان ترامپ جونیور هست. مثلا این مسخرهش میکنن، بهش میگن دی جی تی جی شبا. اینا هم به نظر میرسه که مغزشون گنجایش نداره دنبال اسم بگردن، اسم بچهشون هم میذارن مثل اسم خودشون و میره سینیور و جونیور و ترد و فورد و مثلا چه میدونم. در اصل ممنون و متشکرم از شما. این خبرها رو بهتون نشون میدم. 11 دقیقه دیگه میریم اروپا ببینیم که آقای ایران بومی رو میتونیم پیدا کنیم و درباره این خبری که روی فیسبوکشون من دیدم که گویا یک خانومی که از همسرش جدا شده، ببخشید من این یک کوچیک کنم، یک خانومی که از همسرش جدا شده، حالا 84 هزار یورو تقاضا کرده از همسرش. خب 84 هزار یورو ممکنه برای آدم های پولدار چیزی نباشه، ولی برای لابد یه ایرانی یا یه خارجی پناهنده اونجا خیلی زیاده. بله، میگن که این آقای پرویز کوپایی میگه شاهنشاه یک عمامه کم داشتن، وگرنه با خامنه ای و دیگر ملایان تفاوت دینی نداشتن. قانون مشروطه ایران بر پایه ولایت فقیه ساختگی شیعه‌گری بود، شیعه‌گری خرمذهب یا هرهوری مذهب. اینم از این. خب روی صفحه خودم گزارش جمهوری خواهان درباره ترامپ و پوتین رو به شما نشون بدم. این میگن نوت تو سلف، یعنی یادداشت به خودم. با بعضی وقتا دوستان میان میگن ما میخوام یه ساعت برنامه داشته باشیم، میگم لطف کن یه چند تا چی سرخط بنویس یا هدلاین یا سرتیتر. میگه آقا من لازم ندارم، من 3 ساعت صحبت میکنم. وقتی میاد 15 دقیقه که صحبت میکنه، دوستان تماس میگیرن آقا این چی همش داره تکرار مکررات میکنه. در هر صورت یادداشت بنویسید برای خودتون، چیزها رو به ترتیب بنویسید، ردیف کنید، اینجوری بعد علامت بزنید هر کدومش رو صحبت میکنید، هی روش خط بکشین، چند صفحه بشه اب نداره. یه خط بنویسید که مثلا ویدیوی آقای انصاری یادم نره، که به دوستان بگم ویدیوی ایشون داره در رابطه با آقای شهریار آهی، اون رو بعدن میذارم روی صفحه خود من، یعنی صفحه مردم تیوی. و بعد درباره آقای نوریزاد، این بار رفته بلوچستان
لباس دشداشه هم پوشیده و بعد من نمیدونم این چند سالی که این آقای نوریزاد با آخوندا بود نمیدونست که بلوچستانی هم هست که هم زمان شاه هم زمان اینها محروم بوده بهش نرسیدن، نمیدونست کردستانی هست، نمیدونست خوزستانی هست. صحبت از خوزستان آب خرمشهر شور و به اصطلاح قابل نوشیدن نیست. تظاهرات و اعتصاب که نه، تظاهراتی برپا شده ولی این وسط سازمانهایی سوء استفاده چی میپرن وسط، مردم میگن آقا نخواستیم، آبم نخواستیم. طرف میگه آقا من اومدم آب برای بچه‌م ببرم، شما اومدی داره میخوان یا رجبی یا رضا شاه رضا پهلوی فلان اینا برن گمشن، اینا یکیشون یه بطر آب بفرسته. همین مشکل تو فلینت میشیگان اینجا بود، مردم هنرپیشه‌ها کامیون کلیساها آب بطری فرستادن تا این مشکل برطرف شد. و از اینکه نه شاه به فکر مملکت بود و نه شیخ هیچ حرفی نیست. و الا اگر شاه ادعا میکنه که خودش و پدرش در فکر آبادسازی ایران بودن، توی 57 سال آقای نوریزاد این بلوچستان اینجایی که شما رفتی الان یه آپارتمان 15 طبقه نبود که بریزه پایین توی 40 سال، چپر همین بود. خود من وقتی با پدرم میرفتم زاهدان بلوچستان و سیستان اینها، طرف وقتی میخواست احترام بذاره مهمون برش اومده، این آلونک گلی یک کمی خار که باد میبردیم و رو بر جمع میکرد میذاشت تو چیزی که یه سوراخ بود، اسمش به عنوان دریچه اینا استفاده میکرده. آخه دریچه یعنی در کوچک، که بعضی هم میگن این در بچه بوده بهش میگن دریچه، دری نبود، یه چارگوشی بود. اینو میذاشت یک کم آب میریختن روش که باد که میزنه حالا که ما اونجا هستیم خنک بشه. این سیستم کولر یا ایر کاندیشن یا تهویه مطبوع زمان شاه بود. من که دیگه بعدش نرفتم، که چرا بعد انقلابم رفتم اونجا، ولی اون زاهدان و بازار رسولی چوری نه، همین اوضاع بود. کف خیابون چیار پهن کردن میفروشن فلان اینا. حالا اگه یک کسی بیشتر میدونه بیاد بگه. خوشحالم که آقای ایران بومی هم اینجا هستن، ما هم به شما سلام میکنیم. و همونجوری که بهتون گفتم دوستان، ایشون یه چیزی رو روی فیسبوکش گذاشته بود درباره یک آقایی که گویا همسر قبلیش به اصطلاح سو کرده، یعنی شکایت کرده کشتاش به دادگاه. حالا ایشون میگه که توی این دادگاه اینا یک قسمتش گیر اسلامیه. ببینم اینجا نیست، برای خود من هستش. چرا اینه ماین اکس فوقاو، ببینیم چی گفته. این سلکت اینه، این خبر رو وقتی که به ایشون تماس بگیرم با اسکایپ در موردش صحبت میکنن و ببینیم که قانون چی میگه. قانون اگر شما تو ایران ازدواج کرده باشی اومده باشی آمریکا، الان همون قانون شریعه اسلامی حکم میکنه یا قانون مدنی آمریکا؟ خیلی هم ناراحت نباشید، اینجا هم آقای ترامپ، سشن، هاکبی و دیگران دارن قانون شریعه مسیحیت رو میارن. و جالب اینه کسی که خودش از لحاظ مسیحیت باید سنگسار بشه، این ترامپ ادالتری باید سنگسار بشه، کسی که خودش از لحاظ مسیحیت چون به اجتماع و مردم ظلم کرده دیگه فکر کنم باید زنده بسوزوننش، نمیدونم قانون مسیحیت چیه. حالا این آقا برای ما مسیحی شد. اون چی بود شعر ماله میگفت گربه زاهد شد و اینا هم اینجوری شدن. خب اینم از این ماجرا. و قرار شد که روی صفحه خود من، بله دوستان، هر از گاهی هر وقت بیکار بودید روی این صفحه های ما هم میتونید این ورور قلو بزنید، turn off active status، بنویسم turn off active status for all. این هم ما نفهمیدیم، از هر سوراخی اینا میخوان بیان و تو زندگی شما دخالت کنه. امروز میگفت که این تلفن‌های سامسونگ بدونی که شما بدونی، موقعی که شما خوابی بیداری داری یه کار دیگه انجام بدی، عکسای شما رو میفرسته برای اونایی که تو کانتکتتون هستن.
بعد یه نفر میخندید میگه خوبه که من همه عکسام عصبانی هستم، منظورش عکسای سکسی نداره، عکسای چیز نداره، و میگه فقط عکسای سگ و گربم داخل تلفن من هست. باورتون میشه؟ یعنی اون AI میگن Artificial Intelligence که دارن درستش میکنن، این الان تو بعضی از قسمت‌ها داره کار میکنه، دخالت میکنه و خودش برای شما پیام میفرسته. این دیگه مثلا شما رو میدونه دوست اون هستی، اون مثلا ماشین فراری دوست داره، شما هم احتمالا ماشین فراری، آگهی های فراری براتون میفرسته. حالا اونی که میخوان دیگه این انتلیجنت یعنی دیگه هوشیار بشه، هوشمند بشه، ببینی اون چه بلایی سرمون میاره در آینده. داری مستقیم میری، ماشینت میگه نه آقا از این ور نرو، تق میپیچه اون ور میندازدت توی نمیدونم یه جاده دیگه. خلاصه که باید صبر کرد و دید چی میشه. ولی ببرمتون صفحه فیسبوک خود من این مقاله رو نشون بدم و بازم تبریک میگم به اونایی که فکر کردن این انتخابات آمریکا انتخاباته و آقای ترامپ رو هم اینها با خوشحالی فرستادن، حالا یا از دشمنی با چیز آخوندا یا از ساده لوح بودن و باور کردن دروغ های بزرگ این شالاتان که 72 سال زندگیش واقعا هم از پدرش شالاتانیزم یاد گرفته، هم بعدم خودش از 20 سالگی که میلیون ها دلار پول کشیده بالا و چند بار ورشکستگی اعلام کرده. اگر شما به ترامپ رأی دادید و فکر میکنید رأی شما این شالاتان را به کاخ سفید برد، این گزارش نشان میده که پوتین ترامپ را مانند تپاله انداخته اونجا. بله درست است، این گزارش را دموکرات ها یا دشمنان ترامپ درست نکردند. این گزارش نتیجه بازرسی جمهوری خواهان و دوستان نزدیک ترامپ است. این آقا میبینید، این آقا یکی از دستاندارکاران و به اصطلاح نزدیکان ترامپ، این یکی هم که مسئول FBI که این کسیه که به ترامپ گفت کومی رو اخراج کن، بعدم فهمید که ترامپ بهش کلک زده. حالا اینجا روش کلیک کنید و برید ببینید که دنیا دست کیه و چجوری ترامپ شارلاتان به اصطلاح گول زده شما رو. حالا جالب اینه که روزی که ما اینجا برنامه داشتیم کانون آوا، یه دوستی آمده بود به آقای بیت مشعل، چون احساساتی شده بود، دوست خوبش از دست داده بود آقای مالک شرایی، میگو که شما به نظر انسان شریفی میای، چجوری گول این مجاهدین دروغگو؟ گفتم ای بابا شما انسان شریفی هستی، من شما رو میشناسم، شما چجوری گول این شارلاتان رو خوردید؟ حالا این که جوان بوده 30 سال پیش 40 سال پیش بوده، شما که ماشاءالله سنی ازتون رفته، شما که تو آمریکا هستین، شما که این همه میدیای باز دسترسی داشتید، شما چجوری در قرن و در زمان اطلاعات گول این شارلاتان رو خوردید؟ بریم به دیدار آقای نه اشتباهی رفتم آلمان رفتم فرانسه، بله شاید ایشون هم فرانسه باشه، ببینیم کجا هست چی میگه آقای دکتر شهرام ایران بومی. بله صدای قاشق چنگال میاد آقای ایران بومی. بله بله جانم. ما هر وقت شما رو گیر میاریم یا تو قطاری یا داری پیاده میشی. امشب کجا هستی؟ تو کدام کشوری؟ اگه دوست داشتی به دوستان ما بگو و چه میکنی؟ و این خبری رو که عکسشو برای منم فرستاده بودید چیه؟ ضمناً به اینایی که مثل خود من تو ایران ازدواج کرده ولی اومدیم آمریکا، ماها شرایط ازدواجمون چجوریه؟ یعنی مخصوصا اون بیچارهایی که جدا میشن، من ساکت میشم شما خودتون بهتر میتونید توضیح بدید. بفرمایید. الو. آها این فکر کنم هر جا بود ارتباط برقرار بود ولی قطع. حالا یه بار دیگه تماس بگیریم ببینیم چه میشود. نخه بیا بیرون آقا، اگه تو رستوران هستی بیا بیرون از رستوران، چیزای دیگرم خاموش کن. About the phone and your photo I told you a while ago, delete Snapchat app from your phone. من اصلا هیچ وقت Snapchat رو نیذاشتم، حتی اینستاگرام و فیسبوک هم که قبلا روی تلفنم بود اونا رو هم برداشتم.
به نظر میرسه که ما یه مشکلی داریم یا اینترنت آقای ایران بومی اونجا. بله بله آقای ایران بومی، مثل که جاتون خوب نیست، اگه میشه یه جایی که ارتباط برقرار میشه وایسید همونجا صحبت کنید. الو. بله این بالا نشون میده زرده، بذارید من به دوستان نشون بدم که فیسبوک یه سیستمی داره که به اصطلاح وقتی ما تماس میگیریم اینجا، بذارید به شما نشون بدم، میبینید اینجا این سیگنال ها الان نشون میده زرده، اینا باید سفید باشه. تازه نشون میده دو تایش هم که بزرگه قطعه، سه تا هست، این سه تا هم زرده. زرد علامت احتیاط و قرمز هم علامت خطره. هستید آقای ایران بومی؟ این نشون میده وصله ها ولی نمیتونه صحبت کنه. این موقعیه که من به دوستان میگم حالا اگه یه اینترنتی هم ضعیف هست سعی کنید پروگرامای دیگر رو خاموش کنید. دوستان یه سیستمی رو تلفن ها هست، وقتی که تلفنتون باتریش ضعیف میشه خودش ازتون میپرسه میخواییم ببرمش رو قسمت باتری ضعیف، چون خودشون میدونن چه پروگرامایی رو که شما نمیخوای اینا دارن استفاده میکنن، به همین خاطره که این باتری ها اینقدر زود 2 ساعت 3 ساعت تموم میشه. اگر اونا رو بلد باشید خاموش کنید، فقط وقتی که میخواین استفاده کنید باتری شما 10-12 ساعت دوام میاره. حالا بعضی وقتا اگه میتونید اصلا بزنیش رو اون سیستمی که به اصطلاح برای لو بدری هست یا باتری ضعیف هست و اینها، ببینیم که آقای ایران بومی هستید شما؟ بله من هستم، شما هستین؟ بله بله من ساکت میشم، شما بفرمایید حالا که ارتباط بست. والا من چون درنه تو شانزلیزه هستم، بغل سرباز گمنام و کنار خانم توفی جیلانی. سلام محسوس. سلام سلام مارم. سلام خانم دکتر جیلانی عزیز، احوال شما؟ بسی خواهی لیست، ما الان لدیوغه هستیم، همون شیر میتوشه که شیر تکی داره جا، چون بسیار بسیار فایلی نیست، ولی ایشون چون که نتو نمیتونن با شما راحت صحبت کنم خیلی حالشون بده. من میگم بابا اینقدر نارباش پروس میشه ایشالله، ولی فکر میکنم اینجوری که ما نشستیم خط هست، شما میتونید مصاحبتون رو. بله بله فکر کنم این الان بهتره. درسته، خوشحالم که با بلی. شما صحبت کردم، امیدوارم به زودی هم بتونیم با شما هم یه صحبتی داشته باشیم. بلی. پس آقای ایران بومی در فرانسه است. آقا رفتی اونجا که جزء مجاهدین برین تظاهرات یا رفت برای چی رفتی؟ ما اومدیم خونشون رو بریزیم. اومدید خونشون رو بریزیم. آها خانم جیلانی، یه مدتی مجاهدین واقعا پیله کرده بودن به ایشون، از هر توهین و تهمت و تهدیدی فروگذار نبودن. حالا امیدواریم که عاقل شده باشن، کاری به شما نداشته باشن. در صورت خوشحال شدم صداتون شنیدم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. ممنونم از شما، خیلی ممنون. ان شاء الله به زودی جای شما خالی است اینجا در پاریس شما رو ملاقات کنیم. خیلی ممنون، متشکرم. بله دوستان عزیز، با آقای دکتر شهرام ایران بومی هستید در رابطه با همون مسئله‌ای که بهتون گفتم و موضوعی که ایشون روی فیسبوکشون گذاشتن امروز صحبت میکنیم. آقا اینو برای ما ترجمه کنید، چیه اسلامی شرشت فور دوچلند و اینها، این ماجرا چیه؟ یک از مسائل خیلی مهم در ماجرا قوانینی هستش که ما با کشور خودید و در قوانین خانواده آقای ایران بومی، متاسفانه صدا خوب نیست، قطع و وصل میشه. اگر بعدن از اونجا برین یه جایی، احتمالا اینجا شلوغ، همه دارن اینترنت استفاده میکنن، تماس بگیرید، من هستم، من تا یک ساعت و نیم دیگه اینجا هستم، اونجا شاید بتونیم با هم بهتر صحبت کنیم. با قربان شما، اجازه براتون آرزوی خوبی دارم تا بعدن. بعدن، مرسی عزیزم. بله متاسفانه دوستان ارتباط برقرار هست ولی مثل تلفن‌های قدیمی یادتونه، این یه چیزی میگفت اون متوجه نمیشد و اینها، و میدونم وقتی که ارتباط اینجوری باشه شما دوستان اعصابتون خرد میشه. ولی بذارید من این عکس رو بهتون یه بار دیگه نشون بدم و نوشته ای رو که
ایشون گذاشته و در موردش نوشتن. یک آقای جوونی هم هست، حالا اینم دیگه یه مشکل دیگه است که جوون‌ها هم ازدواج که میکنن متاسفانه بعد از چند سال به طلاق میانجامه. در صورت اینجوری که چیز هست، میگه که تا اونجایی که آلمانی من اجازه میده نوشته که 84,000 یورو زن قبلیش از این میخواد و این آقا اگه توی دستش دقت کنید عکس یک، یعنی مثل مجسمه یه زن عروس هست. و ببینیم که این ماجرا چی هست و آقای ایران بومی در این مورد چی میگن. اینم اصل صفحه نیوزش رو باز میکنم براتون که به آلمانی هست. اگه کسی دیدم امروز آقای دادرس از دوستان پرسیده بود اگه کسی آلمانی بلده اینو ترجمه کنه، همه دوستان نوشته بودن که آقا گوگل ترجمه میکنه. آقای دادرس نوشته بود ترجمه گوگل ترنسلیت بعضی وقتا فاجعه بار است و کاملا درست میگه. البته مثلا آلمانی به انگلیسی خیلی فاجعه بار نیست، بیشتر فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی، یا احتمالا زبانهایی که کمتر گوگل ازشون استفاده میکنه و مردم استفاده میکنن، چون الان دیگه چند سال هست و اینا هم استفاده کردن و راه افتاده، عیب و ایراداش احتمالا گرفته شده. ولی زبان فارسی مشکلی که داریم شما میبینید، خود من و شما با همدیگه که صحبت میکنیم یه جمله رو که میخونیم باید یه پیغمبری پیدا بشه برای اون جمله رو تفسیر کنه، ترجمه کنه. میگه اینجا وقتی گفته بعد منظورش خوب بوده، چون شما نمیفهمی حالا من دارم به زور میخوام اینو برات بکنم خوب. نه آقا نوشته بعد، دست از سرمون بردار. در صورت اینم ماجرای ترنسلیت. خب آقای رضا مشایخی هم اینجان. آقا رضا من درباره شما چند کلمه صحبت کردم، اگر دوست داشتی چون اسمتو بردم میتونی یه روزی بیای. اولا شما عضو مجاهدین هستید یا نه، یا هوادار هستید؟ دوما دوست عزیز وقتی شما میای شهادت میدی که فقط 4-5 نفر بودن، شما که همه این 100,000 نفری که خودتون ادعا میکنید اونجا بودن که ندیدید، ممکنه شما ماکسیمم 1,000 تا رو دیده باشید. تو این 1,000 تا خود شما میگید 4-5 تا که حالا تخفیف بزرگی هم به ما میدید. ولی من از شما میپرسم چرا یک نفر رو به دروغ، به تشویق، به ترغیب، به پول آورده باشن اونجا؟ چرا اینا رو آوردن که نشستن رو پرچم ایران؟ بعد شما عین حزب الله یا به من میگی آیا در این کوچه نمایش بزرگ اینها بوده؟ میگم آقا این پرچما رو اینا دادن دست اینا، اینا چون ارزش قائل نیستن میخواد شلوارش کثیف نشه اومده نشسته رو پرچم ایران. حالا حزب الله میگه باید الله وسطش باشه، شاه الله میگه باید شیر و خورشید باشه، شما مشکلشون رو حل کردید دوستان با این باسنایی که گذاشتن. یه مدت دیگه به این نتیجه میرسن عکس باسن بذارن وسط پرچم ایران. بذارید بهتون نشون بدم، رنترز، من اصلا اسم اینا رو گذاشتم رنترز، یا بله رنتینگ فلگز، یعنی اینایی که رنت شدن. بله این عکس رو نگاه کن آقای رضا مشایخی، دوست عزیز، شما در صدد این نباش که هر اشکالی اینا دارن شما بیاین توجیهش کنید. شما همین عکس رو ببر یقه این آقای شریف ناشریف که زنش رو داده به رجبی، بگیر بگو مردک اگه اینا رو میاری به اون پسره بگو این قبا نیست. این رو نگاه کنید دوستان، مثل قبا، مثل شنل انداخته رو دوشش. به این خانم بگو که حالا کونت انگه گنده است که دوتا پرچم لازم داری. پرچم اصلا باید به خاک، به زمین گرفته. اینجا والله یه خانم باربرا کامستک میخواد انتخاب بشه، اومده اون روز یه سری پول میده به عده، میان پرچم پخش میکنه. من از خونه که رفتم بیرون صبح ساعت 5 دیدم این پرچمه باد و بارون داشتیم اینجا، نوکش اومده زده به زمین، درش آوردم زدمش بالاتر صاف نگهش داشتم. قانون داره. هی شما میگی حالا مگه اینجا نمایش بوده، مگه اینجا سیرک بوده؟ عزیز من شما درست عین حزب الله عمل میکنی. اولا تکلیفتو با خودت معلوم کن. شما اینجا توی سازمان آمریکایی کار میکردی، یه دم ما میبینیم شما تو گستشن، تو فروشگاه سوپرمارکت هستی، ماشاءالله چقدرم چاق شدی. آقا مواظب باش، ما که تازه جوونیمون
به اصطلاح چاق نبودیم، اینا الان پیر شدیم چاق شدیم، نمیتونیم تکون بخوریم، زانو درد و کمر درد و اینا. شما که یه جوانی هستی امروز انقدر چاقی، لابد بشد 50 سالت بشه میخوای بشی 300 پوند، اون وقت دیگه خیلی کار خراب میشه. حالا این چیزای مفت و مجانی هم اگه میدن خیلی نخورین، در اصل یه وقتی هم اگه خواستی با شما هم صحبت میکنیم، شما ببینیم شما چی میگی. آقا منم چند سال مثل شما رفتم، البته من به باهوشی شما نبودم، شما لابد یه پولی میگیرید میرید، ما مجانی هی برو این بر هی برو اون بر هی فیلم بگیر. آقا رفتم ویدیوش هست، همین آقای ترشیزی میدونه. چند سال پیش آقای مرداد از کالیفرنیا اومده بود، علی آقا از کانادا اومده بود، جلوی این وزارت امور خارجه خیابون 21، خیابون 21 تا اینجا من با ماشین 15 دقیقه میرم، این 66 میگیرم میرم میرسه به این. اون موقع هم هیلری کلینتون بود، دوربین رو آوردیم فیلم برداری کنیم، دیدیم یه مش پیرزن پیرمردی از کلیسا اومدن، این ور اومدیم نگاه کنیم دیدیم یه مش جوون خارجی اصلا مال ما نبودن آوردن. بعد یه عده ایرانی هم که بچه هاشون رو میارن، حالا بچه اصلا نه ایرانی بلده حرف بزنه نه دوست داره اونجا باشه، یه خجالت میکشه خودش قایم میکنه. شما یعنی الان فکر میکنید آقای گلن ترشیزی وقتی خواسته بره پاریس به همسرش و به بسرش گفته ما داریم میریم تظاهرات شرکت کنیم، گفته میریم گردش 2 ساعت هم میریم اونجا، اگه نگفتی بیا بگو آقای ترشیزی. بله، در صورت اینم از این ماجرا. اگر نبود بگو یک کارتون بفرستم. آها، یکی از دوستان پتیک از کانادا کالیفرنیا یه آبجویی به اسم خودش پیدا کرده میخره و اینها، چون اینم آلمان بوده آبجو خوریش خوبه. بعد به من گفت که از تریدرز جو گرفتم، یه فروشگاهی هست به نام تریدرز جو، چیزای مختلف میاره و فروشگاه جالبیه. بهش گفتم که بعضی وقتا چیزی که اون طرف پیدا میشه اینجا پیدا نمیشه، همین آبجوی انگلین. شما میری رود آیلند اینا نزدیک هم هستن، ولی وقتی میگردی پیدا نمیشه. وقتی به شرکتش میگی، میگی ما تولیدمون اینقدر نیست، ما فقط با 2-3 ایالت تولید میکنیم. البته اینا طرفداری از ترامپ کردن، یه مقدار آبجوها رو دستشون موند، به احتمال زیاد حالا تو رود آیلند هم آبجوی انگلین پیدا میشه. اینم از این. ممنونم پتیک، همیشه ما لطف داشته و هر وقت چیزی خواستیم لطف کرده فرستاده. اینم عکسش دوستان برای شما، پیترز برند کلاسی، این مثل لون براون میمونه. بله، این عکس آبجوه میگه که اینه، اگه یه وقت شما خواستید. کلن من تا اونجایی که بتونم اصلا داچ نوشته، مال همین داچ چیز هست دیگه، این هلند و آلمان و اتریش و اینا رو همشون مثل میشن. البته این پایین قشنگ نوشته product of Germany، محصول آلمان. آها، من سعی میکنم تا اونجایی که بتونم کن یا این آلومینیوم اینا نگیرم، بطری یا معمولی. آقای محمدی میگه سلام آقای سوری، خسته نباشید. هیچ کدام از فرقه تروریستی مجاهدین جرأت ندارند که بیاین با شما حرف بزنن. خیلی ممنون. حالا نمیدونم جرأت باشه یا نه، ولی بزرگشون که آقای فیلابی نزدیک ما هست، دوست خوبمون هست، چند بار من گفتم، 2 بار باش مصاحبه کردم قبلا، ولی چند بار که گفتم نیومده. اینا باید اجازه بگیرن. یه مسئلهش اینه که اجازه که میگیرن، و خیلی شرم‌آوره که آقای فیلابی در آمریکا وقتی میخواد صحبت کنه باید بره از آقای جعفرزاده که این دلغک کوتوله از اون اجازه بگیره. شما اگه تونستی آقای رضا مشایخی با یه رادیو تلویزیونی مصاحبه کنی، پس فردا بهت خبر میدن، یه جورایی مثل دوستان بهایی یه بهت خبر میدن. الان مهرداد دیگه نمیتونه برنامه بذاره، اون آقای علی آقا دیگه نمیتونه تماس بگیره، چون میگن آقا شما وقتی تماس میگیری باعث میشه سوربی دستمون رو کنه، 4 نفر هم که ما کلک زدیم آوردیم اینا بپرن. حالا آقای رضا مشایخی شما بیا به ما بگو اولا مجاهدی یا نیستی، اگه مجاهد نیستی چرا اینقدر یقه پاره میکن، اگه مجاهدی چرا عضو نیستی، اگه مجاهدی آقا مگه اینا الان نمیخوان برن ایران آزاد کنن، بلند شو قشنگ برو آلبانی
برو فرشته، برو چی سه رو ساختن، اشرف سه رو ساختن، برو اونجا تا به هزار نرسیده. خب ممنونم از دوستانی که روی فیسبوک هستن، اگه لطف کنید فیسبوک رو با دوستانتون هم شیر کنید. خب میگم طرف میاد یه بچه این تلفنشو میگیره دست برنامه میذاره، چون اون جوانای دیگه برای هم میفرستن 10,000 تا بیننده، ولی ما 20 سال اینجا برنامه داریم. وقتی برنامه شروع میشه همین حسن هست و حسین هست که هر روز میشناسه. دلیلش چیه؟ اینا میگه خب این برنامه میاد میذاره دیگه، حالا من پر برای دیگری بفرستم، ولی اون برای اون میفرسه، اون برای اون میفرسه، اون برای اون میفرسه، اینجوری میشه. البته بهتون گفتم حالا همونایی که 10,000 تا بیننده دارن به کجا رسیدن، کدومشون شونستن یه حرکت یه جنبشی را بندازن. دیروز برای خواهر این فخرآور نوشتم، فخرآور که میگه ما رفتیم قانون اساسی رو بردیم مجلس و این بار هم به فارسی بردیم هم به انگلیسی. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما دفعه اول به انگلیسی به فارسی بردی، اونا گفتن ما قبول نداریم، ترجمه کن برای انگلیسی برای ما. بعد حالا بردی، کیا بودین؟ کسایی بودید که یکیش آقای چمنارا میگه من اون دفعه که نمیخواستم برم، همینجوری اومدم واشنگتن، رد شدم، همینجوری رفت. خب این یک، یعنی از همون یه مرتبه ای هم که اشتباهی اومده با شما یه کمی حالا یا خجله یا چی بگم، شرمنده بگیم چی بگیم. بله این شریک و مونس من در اوج خوردن کار کردم، البته او می نشیند و دستور کار می ده. بله پتیک عکس سگش رو آورده، قوانلو. بله این لوها، دوانلو، اصانلو، اینها یا کردن یا ترکن ها. بعد بعضی هاشون هم شمالی هن. البته ماجرا داره که این بنده خداها رو توی رژیم های مختلف چجوری هی در به در و از این استان به اون استان و اینها. خب من منتظر آقای ایران بومی هستم که اگر برن از این شانزلیزه شلوغ، بهتون گفتم اینقدر ما شنیده بودیم شانزلیزه، عکساش رو فرستادن اینا، دو سه سال پیش بود رفتیم دیدیم یه خیابون پهن، بعد یه مشت عرب داخلش اومده بودن از این فروشگاه به اون فروشگاه و مثل لاله‌زار خودمون بود، یا خیابون داریوش شیر. خب داریوش به این پهنی نبود، ولی همچین چیزی نداشت. اون زرق و برقایی که برای موقعی که جشن هست و رژه هست و اینا میزنن، اون چیزیه که این ترامپ شارلاتان هم خر شده میگه منم میخوام رژه بذارم. آقا تا حالا اگه رژم بذاری که نمیتونی قانون فرانسه رو که انقلاب فرانسه انجام دادن این همه آدم کشته شده به اینجا برسن، حالا تو برعکس میخوای انجام بدی، تو میخوای مثل رئیس جمهور چین بری خودتو مادام العمر کنی. بله راست یا دروغ درد بیسامانی ایران را، راست یا دروغ درد بیسامان ایران درمان نمی کنه. بیش از 1,000,000 آخوند مفخور در ایران داریم، 2,500 کار برام دولت. نه عزیزم، آقا گفتن، گفت دروغه آقای پرویز خان. این خبر رو فاکس نیوز به اصطلاح شیو داده، شایع کرد، رایجش کرده، بعد معلوم شد دروغه، اصلا همچین چیزی نبوده. مگه میشه یه دفعه 2,500 تا کردیت کارت، گرین کارت بدن به یه کسی نه صدای اینجا؟ یه کسایی هستن بهشون میگن ویسل بلوور، یعنی تا یه کار خطا میبینه توی اداره‌ای، مخصوصا ادارات دولتی، به قول شیرازی ها شافتک رو در میاره، سوت رو در میاره، یا علی مدد شافوتی سوت میزنه. و بعضی هاشون به قیمت جونشون تموم میشه، بعضی ها به قسمت. الان این بیچاره اسنومنی که پسره به قیمت زندگی و جوانیش تموم شد. همون دوران اوباما بود این آمد، یا دوران بوش بود، دوران اوباما آمد گفت آقا اینا دارن دروغ میگن، اینا تلفن ها اینجوری، دستگاه ها اینجوری اونجوری. الان هم تو روسیه فعلا داره میچرخه، روسیه هم که فعلا رئیس آقای ترامپه. اینم از این ماجرا. باز هم اگر کسی هنوز هم که هنوزه بعد از 2 سال تقریبا از انتخابات میگذره، 1 سال خورده، 2-3 ماه دیگه میشه نوامبر، فکر میکنه که ترامپ به اون چیزایی که گفته عمل میکنه، تشریف بیارید. دیدید که یکی یکی دیوار که ساخته نشد، امیگریشن که وضعش اینجوریه، که الان قاضی ها چپ و راست میگن آقا غلط کردی، تا دهم بادی بچه ها رو برگردونی به پدر مادرشون، اینایی که زیر 5 سالن
تا 26 هم اونایی که بالای 5 سال هم برگردونی و این کثافت بازی ها چی؟ آمریکا اصلا مال ایمیگره، مال مهاجرینه. حالا تو پدرت آوردت اینجا یه موجود کثیفی رو غالب کرده به این مملکت، و خودت چند تا زن خارجی گرفتی و اینها بهشون هی گرین کارت دادی، حالا میگی نمیخوان خارجی بیاد اینجا، نمیخوان خارجی بیاد اینجا، خودت برنشو برو آلمانیه، کجا اصلش برنشو برو اونجا. این هم از در مورد قانون اساسی به انگلیسی فارسی به کمیته سنای آمریکا بردن توسط فخرآور. من برای شما کلیپ فرستادم. نمایندگان مجلس اینجا بیل‌های تاییدی در مجلس را نخونده امضا میکنن، چه برسد به قانون اساسی ایران. گل گفتی، میدونم میدونم. این خیلی از این بیلا میگه مثلا 10,000 صفحه است، حالا 10,000 بل کن، بعضی هاش 50 صفحه است، بعدن که گیر میفتن میان توی اون سوال و جواب، میگه شما اینو خوندی؟ میگه نه. میگه خب پس چرا امضا کردی؟ میگه خب من نمانده هستم، بهم گفتن امضا کن، منم امضا کردم. اصلا یه خرط و خر عجیبیه. اون وقت من و شما چقدر بیچاره، چقدر درمونده، چقدر فلک زده باشیم که چشم و امید و انتظارمون به این مجلس باشه، مجلسی که کراپشن، فساد از سر تا پاش رو گرفته. طرف میگه آقا خارجی ها مهاجرها رو از اینجا نکن بیرون، این مجلسی ها رو از آمریکا بکن بیرون، بلکه آمریکا درست بشه دیگه. از این بالاتر بله میدونم. اون فیلم رو که شما فرستادی اونو نگاه نکردم، قسمت های اولش نگاه کردم، ای و بی و سی و اینا میگه یه بیل که معرفی میشه چجوری هست و اینها، و این تازگی هم نداره. خیلی از اینا نخونده امضا میکنن، برای که اینا اصلا وقت ندارن. یه مشتی پیرمردی که زن و بچهشون توی شهر دیگه هست، سالمترینش این رئیس مجلسه که هر هفته بلند میشه میره خونه، میگه من میخوام با بچه‌م و زنم وقت بذارم. اونای دیگه شما بیان شبا اینجا ببینید چه خبره تو این کافه ها. بدبخت طرف دخترش و پسرش فرستاده که بیاد تو دفتر اینا کار کنه، پدر سوختگی یاد بگیرن، بعدا خود اونا بشن وکیل مجلس. طرف 70 سالشه 80 سالشه، دو سه تا دختر رو با خودش شب میبره بیرون، اینا رو مس میکنه میبره خونه. اینا هم که اگه اتفاقی بیفته اول روشون نمیشه به پدر مادرشون بگن، بعد تازه اگه بگنم اونا میگن که خب حالا شما به کی میخوای بگی، کی باور میکنه. همین آقایی که دو سه روز پیش اومده بود این رئیس اف بی آی رو زیر سوال میبرد، همیشه با پیرن و کراوات و این خیلی ادعای ورزشکاری میکنه، این کوچ بوده، مربی کشتی بوده، الان اومدن میگن آقا تو وقتی مسئول دانشگاه ها بودی و مربی و اینها، این بچه‌هایی که ورزش میکردن تو 15 قسمت اومدن به تو گفتن این دکتره بهشون دست میزنه و تو مردک هیچ کاری نکردی، تازه حالا این قرار بیاد بشه سخنگوی مجلس. از اون ورم که دیدید که توی استرالیا اون آقای بیشوف، میخواستن بگن بیشرف، روشون نشده میگن بیشوف. بیشوف هم یه مقامی هم تو چس هست، هم توی چیز، هم توی کلیسا. چس یعنی شطرنج، توی شطرنج هم بیشوف داره. این هم 40 سال میدونسته به این بچه ها تجاوز میکنن، دست درازی میکنن، صداش در نیومده. چند سال پیش که گند کلیساها داشت در میمد، این مردکه رو علم کردن. این پاپی که هم میگن چقدر آدم خوبیه، میگه تو میخوای گی باشی گی باش، ولی بیا کلیسا مراسم عقد تو اونجا انجام بده، $600 بده، بعدش هم 10%. تو میخوای فلان باشی فلان. اینو آوردن که خاک کنه رو تمام کثافتکاری ها، و کارش هم خوب انجام داد، دوباره مردم رو برگردون و جلب کلیسا ها. و الا کلیسا ها دو سه سال پیش اصلا دیگه رفته بودن به یه جایی که حسابشون با کتب الکاتبین بود. بذارید ببینم، 4 هم داریم اینجا، افکت 4 3، بله درست. خب بذارید، ساعت 2:56 است. پرینس چارلز رو گفتم که به ترامپ هشدار داده، اونم بهتون نشون دادم، راجع به جراحی‌های جدید قلبم گفتم و محمد نوریزاد در بلوچستانم گفتم. آقای شهرام ایران بومی اگر بتونن ساعت 3:30 مثلا به اون زنگ بزنن، چون این دوستمون فکر کنم 20 دقیقه برنامه عقل بشر هست، اونو برامون بفرستن. ادوارد سنودن، بله خیلی ممنون. لیلا خانم میگه که اون کسی رو که ما اسمش بردیم به عنوان ویسل بروئر، شغل خوب،
تاپ سکیوریتی و اینا داشته، تاپ سیکرت سکیوریتی با دولت کار میکرده، ولی شرف داشته. اومده گفته بابا این آمریکایی که بابای من به من گفته من میشناسم، این نیست که این اوباما و جورج بوش و اینا درست کردن. همچین بیچاره رو بیچاره کردن، رفته الان روسیه، نه تکلیفش معلومه، آیندهش معلومه، نامزدش یا دوست دخترش باهاشه، نمیدونه میتونه ازدواج کنه نمیتونه ازدواج کنه. و این آقایی که فریاد میزد روسیه بیا ایمیلای هیلری کلینتون رو بیار بیرون، خب پدر سوخته شالاتان، وقتی شدی رئیس جمهور چرا این پسره رو که کثافت کاری های اوباما رو رو کرد نیاوردی آزاد کنی؟ برای که کثافت کاری های خودش هم هست، تونست اونا رو بخره. اون آقای کیه اسمش، مثل حسن مال بلژیک و نروژ اینا هست، اونم تو سفارت گواتمالا یا اوراگوان، اصلا دنیا واقعا وقتی راجع بهش صحبت میکنی میگه آقا ولش کن برو بریم، اصلا یه موزیک بذار. خب هیز هیرو، بله خیلی ممنون، منم همینو باور دارم. بعضیا میگن که این وطن فروشه، نخه، اینا قهرمان، اگه قهرمان واقعا وجود داره اینه که میدونه، ولی اون بدبختی که میره جنگ نمیدونه که یه لحظه دیگه زنده است، تیری میخوره کشته میشه، اون همش امیدش این بوده که زنده بمونه. ولی اینی که میاد این کارو میکنه میدونه که فردا زندگیش رو تباه میکنن، براش جهنم روی کره زمین درست میکنن. اینا هیرو هستن، اینایی که میان لو میدن کثافتکاری ها و فساد دولت رو. اصلا ممنونم. بذارید ببینیم که روی فیسبوک پتیک برای من یه چیزی فرستاده، نوشته sorry this content is not available right now، میگه این الان امکان رسیدن بهش و نگاه کردن اینها نیست. و آقای رضا سلامی، من واقعا تعجب میکنم چجوری این طرفدار رضا پهلوی شده، شاید به خاطر هم اس بودنشون. بعد ویدیوهای رضا پهلوی رو میذاره، میگه یه کسی بیاد جواب اینو بده، میگم اهه آقا این باید جواب مردم رو بده، این پولای مفت رو خورد، این قسم خورد که مسئوله. و یکی مثل من ازش سوال کرد آقا رضا شما چه کاره ای؟ گو بذار برم از مامان جونم بپرسم و بیام. الان 40 سال رفته از مامان جونش بپرسه، مامان جونش هم از این سیگار به اون سیگار، از این مهمونی به اون مهمونی، جواب به این بچه عقب افتاده نداده. This is what happened when our sources of news for our president is Fox News. بله Fox News رو چیز قشنگو گو Fox News. بله اینم از این ماجرا. ساعت 2:59 است، بذارید من این پیام دوستمون رو براتون پخش کنم. در حینی که پیام ایشون پخش میشه من میگم بیام یک سری عکسایی رو نشون بدم، بعد میترسم پیام ایشون لوس بشه و اون چیز رو شما نگیرین، اون هدف به اصطلاح مقصود اصلی ایشون رو. حالا ببینیم چه باید کرد، یک کاریش میکنیم بالاخره. شاید اون سوربی با مردم رو براتون گذاشتیم و الی آخر. پیام شما هم میتونه در تلویزیون پخش بشه به شرطی که قابل شنیدن باشه، نه فحش و فضیحت باشه، نه تهمت باشه، نه دروغ باشه. بفرمایید. سلام و درود در کنار همه کلمه های زیبای آغاز سخن و گفتار تقدیم شما. در چند گفتار پیش درباره عقیده‌ام سخن گفتم. این من کردم در هفته های گذشته تعریف از خود غرور و خودبینی در مغزم ساخت و چون عقلم در اختیارم نیست و احساساتم به شدت بران غلبه کرده مرا به سو ایران تا در گفتار امروز بیشتر درباره خود سخن گویم. تعریف از شخص خودم بسیار مهم است. حال نتیجه این گفتار و وقت ضایع کردن شما چه باشد؟ جهت رسیدنم به مقام چوپانی یک سوخت خیلی معمولی و بهای بسیار کمی است که بر گرده شنونده گذاشته می شود. تحصیلاتم هندسه معماری و برنامه ریزی و شهرسازی است، یعنی ارائه خدمت به کسانی که مایلند خانه، ساختمان، شهرک و شهر بسازند. هنگام تحصیل دانشگاهی فراگیری علم اجتماع بخشی از درس‌های اجباری بود. در آن وقت با ساده لوحی به هم کلاسی ها می گفتم می خواهیم مهندس شویم، چه نیازی به علم اجتماع داریم؟
پس از اشتغال و کار عملی عقیده و نظرم درباره اجتماع شناسی و روانشناسی اجتماعی به تدریج تغییر کرد. اکنون و پس از 50 سال اشتغال به این حرفه عقیده‌ام را تغییر دادم، چون استفاده کننده از دانش مهندس معماری همین انسان است، میبایست استفاده کننده اصلی از خدمت را خوب شناخت و کاملا شناسایی کرد. شاید همین تغییر سبب موشکافی های مسائل اجتماعی و بالمعال تحلیل عقل بشر شده است. بر اساس تجربه هم درس های مهندسین معماری میباید 60% علم اجتماع و انسانشناسی باشد، 30% درس ها هندسی و 10% اقتصاد. اگر خواستن استودیوم اسب سواری طرح کنم، باید از پرورش، طرز زندگی، فعالیت و همه نیازمندی های اسب اطلاع کامل داشته باشم. همینطور اگر استودیوم مسابقه سگ دوانی را بخواهم طرح کنم، حتما میباید اوضاع و احوال این حیوان را کاملا بدانم. اگر طرح باغ وحش منظور بود، میباید احوال و نیازمندی های همه حیوان هایی را که در آنجا جمع می کنند مطالعه و سپس طرح را ارائه دهم. اگر این بررسی و پژوهش را نکردم، حیوان ها که از انسان کمتر انعطاف پذیرند به علت نادانی، نابخردی و عدم پژوهش کافی طرح کننده، یعنی عالی جنابم، حیوان های باغ وحش خواهند مرد. بدن انسان و اعضایش از دیگر آفریده شدگان جاندار بیشتر توان تغییر، تنوع و پذیرش و قبول نارسایی ها را دارد. میتواند هر چیزی بخورد، در هر محیط و جایی به کندی خو گرفته و زندگی کند، هرچند ایدئال و بهترین دورانش نباشد. این حقیقت از وضع انسان سبب شده که در همه اوضاع گوناگون جغرافیایی این کره بتواند زندگی کند. بیشتر از جانوران از آغاز پیدایش تا حال به سادگی دردها و رنجها را متحمل شود و آن را نه احساسد، به نارسایی ها عادت کرده و آن را بخشی از زندگی طبیعی خود شمارد، به تغییرش نه اندیشد و همه را بخشی از تاریخ باستان و افتخار خود به حساب آورد و توان گسستن از دست و پاگیری های گذشته اش را نداشته باشد. با دیگر اندیشان تغییر دهنده اوضاعش که هم نوع و زنده اند در تمام دوران تاریخش بستیزد، ایده ها و تراوش های سودمند مغزی آنان را تشخیص ندهد. این واقعیت از انسان موجب پدیده ایست که هر روز با آن روبرو هستیم، با هر مخالفی می ستیزیم، پرچم دشمنیش را افراشته و اگر توان اسیر کردن و از میان بردنش را نداشتیم، حتما با دشنام و زشگویی تحقیرش می کردیم. علی‌رغم این رفتار از انسان بیخرد، ایدئال نبودن اوضاع و گرایش به ترقی که یک اصل آفریده شده در این جاندار است، توسط دیگر اندیشمندان مخالف و مورد تنفرش صورت یافته، ساخته و عملی می شود. هنگام طرح ساختمان های سرمایه گذاری و تجارتی، حد متوسط و اوضاع، احوال، سطح دانش و درآمد ساکنین ناشناختش در زمان تهیه نقشه و اوضاع اجتماعی جای ساخت پروژه باید بررسی شده و مورد نظر قرار گیرد. به علت نادانی طرح کننده از اوضاع و احوال استفاده کنندگان، خیلی از پروژه های مسکن عمومی پس از ساخت به علت برنیاوردن نیازهای ساکنینش مورد استفاده قرار نگرفته، خالی مانده و به کرایه هم نرفت. اگر ساختمان برای کار و صنعت بود، میباید از طرز کار و نیازمندی ها و دستگاه ها اطلاع کامل داشت. در موارد زیادی از کارشناسایی و اطلاع کارکنان در آن رشته میباید استفاده شود. بر این اساس ساختمان طرح شده در یک کشور اروپایی با دیگری در یک محیط محافظه کار تفاوت بسیار دارد. این تفاوت به اضافه بر مصالح ساختمانی محلی و توان و مقاومتش شامل طرز و سبک زندگی مردم محل نیز می شود. برای هر ساختمانی قبل از طرح باید بررسی هایی انجام پذیرد. تهیه نقشه برای پروژه های خانه های شخصی چون یک نمونه مستلزم دانستن دقیق ترین مسائل است. برآوردن نیازمندی های یک شخص یا خانواده در ساخت خانه با دیگری حتی در یک سطح و یک اجتماع تفاوت های بسیاری دارد. بنابر این پایه
وقتی صاحب پروژه‌ای برای طرح خانه شخصی نزدم می آید، قبل از اقدام به طرح و تهیه نقشه با او و اغلب اوقات همسر و شاید افراد خانوادش ساعتها اجتماع کرده و آنها را شناسایی می کنند. درباره خواسته ها و میل و عادت و مسائل مورد علاقهشان بسیار می پرسم. چگونه وارد خانه می شوند؟ پس از ورود کلید خانه و ماشین را کجا می گذارند؟ اگر با بسته های خرید وارد شدند، آنها را کجا می برند؟ یا ترجیح می دهند اول به آشپزخانه سر بزنند؟ درباره روابط اجتماعی و مهمان ها و سطحشان و جدا بودن زن و مرد سوال ها می کنم. آیا می خواهند در داخل خانه و یا خارج از آن پذیرایی صورت گیرد؟ افرادی میهای جداگانه دارند. ورود و خروج دو جنس به آزادی و جدا از هم می باید به آسانی صورت گیرد. بعضی خانواده ها در روزهای تعطیل کنار هم جمع شده، سفره روی زمین پهن و نشسته بر روی زمین نهار می خورند. برای ساده اجرا نمودن این عادت اجتماعی باید مساحت مناسب در خانه فراهم شود. از خصوصی هایشان پرسیده و طرز خوابیدنشان بر یک و یا دو تخت را جویا می شود. دست راست که می خوابد و بر بخش چپ تخت خواب کدامشان می لمند؟ نیازهای خصوصیشان هنگام خواب چیست؟ کدام یک از همسران بیشتر به حمام می رود تا در حمام نزدیکترش باشد؟ یک مشتری که شخصیت با نفوذ و بلند مقامی بود، برای خود و خانمش دو اتاق خواب دور از هم خواست، زیرا خانمش حتی در اتاق کنار هم شنیدن صدای خورخور شوهر را تحمل نمی کرد. جویا می شوم روزهای معمولی در چه ساعت بامداد از خواب بیدار می شود؟ می خواهند نور خورشید در چه ساعتی به اتاقشان بتابد؟ پنجره پشت تخت خواب باشد یا در کنار و یا روبرویشان؟ به اطلاعتون میرسانم درجه زاویه خورشید را در یک ساعت و یک روز معین بر هر جای کره زمین میشود به دقت حساب کرد. این هم اشاره ای به دقت آفریدگار این کره. غالبا میشود پنجره ها را طوری طرح کرد که خورشید بنا به میل در ساعت و فصل معین از آن به داخل اتاق بتابد. پس از این سوال ها موقعیت و مساحت زمین را بررسی میکنم. مبلغ بودجه ساخت را باید بدانم. پس از ملاقات‌های پرسجو و تحقیق برای شناختن صاحب خانه و زمین و پولش به مرحله تهیه طرح می‌روم که تا رسید به مرحله نهایی بارها تغییر می‌کند. در ضمن این مراحل سعی دارم که تغییر و بهتر شدن عادت‌های مالکین را مد نظر قرار داده و آنها را تشویق به تجدید و قبول واقعیت‌های روز بکنم و تا حد امکان از عادت‌های به ارث رسیده که مناسب این زمان نیز دورشان سازم. پیشرفت انسان که حتمی است اساساً با دانش هندسه برآورده می شود و انجام می پذیرد. وظیفه اصلی مهندسین معماری طرح کننده سقف روی سر جهت زندگی و کار بهتر و کار و بهتر نمودن انسان و اوضاعش است. با شرح و قانع کردن مشتری و اداره کنندگان امور عملاً تا حد امکان می باید تغییر بزرگی در زندگی انسان ها ایجاد کنند. آنها را در طرح‌های نوین و بهتر تقدیم هم نوعان نمایند. دقیق نیکوکاری مهندس معماری آرامش اعصاب و سلامتی انسان‌ها و افزایش محصول کار به انسان تقدیم می‌کند. شاید شما هم مانند خیلی از دیگر شنوندگان به سخنانی که خواهم گفت بخندید. مهم نیست. خندیدن اگر شادتان می‌کند موجب خرسندی من هم می‌شود. برای شما هم می‌تعریفم. به طرح نمودن حمام و آشپزخانه و دقت در آن بسیار علاقه‌مندم. طرح عملی این تو فضای مهم و ایدئال کردنش بنابر بودجه و امکانات فرصت ابتکار و دقت را در مغزم فراهم و موجب شادیم می شود. این دو فضا دارای مسائلی هستند که مانند اتاقهای دیگر نمی شود اساس آنها را حرکت و تغییر داد. باید هر چیزی در جای معین و نزدیک در دسترس استعمال کننده قرار داشته باشد. درست مانند وسایل مورد استفاده راننده در اتومبیل و یا خلبان در هواپیما، طرح صحیح و درست حمام و آشپزخانه به اضافه بر آشنایی به همه نیازها و حرکت‌های انسان در این دو فضا دانش، مهارت، تجربه و دقت بسیار می‌خواهد. در فرهنگ عمومی حمام جای کثیفی شناخته شده. طنز بودن این بخش از سخنان شاید علتش همین مسئله ثبت شده در فرهنگ عمومی و بی‌شعوری باشد.
که کسی درباره حمام و مستراح خانهش به اندازه اتاق پذیرایی و نهارخوری یه مجلل و اساسش سخن نمیگوید. ترتیب آسان تمیزی حمام و آشپزخانه نماینگر سطح فرهنگ و اهمیت به تندرستی صاحبخانه است که مهندس معماری باید امکاناتش را فراهم کرده باشد. حمام و مستراح و جاری شدن فاضلاب بزرگترین و مهمترین بخش از هندسه عامل پیشرفت انسان شمرده شده است. با پیشرفت این هندسه انسان توانسته در شهرهای بزرگ دور از بدیها و زیانهای عفونت خیش خیلی معمولی زندگی سلامتمندی داشته باشد. تاریخ پیشرفت ساخت حمام در طی تاریخ پروژه ایست که سالها پیش بحثش را آغازیدم. با بیشتر یافتن به آن افزودم می توانم درباره تغییر هر یک از قطعای حمام مدتی طولانی سخن گویم. هنگام دیدار از فضاهای پذیرایی و خوراک و خواب ساختمانها و کاخهای سلطنتی و باستانی کشورها از راهنمایان جای مستراح کاخ را جویا می شوم. پاسخشان به سؤال این توریست مبتلا به بیماری چه اظهار نادانی و غالبا شگفتی است. در کاخهای سلطنتی دنیا که تا اوایل قرن گذشته ساخته شده اند مستراح حمام وجود ندارد. هنگام دیدار از این کاخهای زیبا دلپذیر و شگفت آور، آیا دانستن جا و چگونگی این اتاق مهم به مغزتان خطور کرده؟ شاهان و خانواده های سلطنتی چگونه خود را تمیز می کردن؟ این بخش از فعالیت معمولی و ضروری انسان ناگفته مانده. کتاب ها درباره اش چیزی ننوشتند. بیماری چه و اطلاع یابی مرا سوی جمع آوری تاریخ حمام و مستراح در جاهای مختلف دنیا برد. در منطقه های صحرایی که تهیه آب آسان نیست و مردم در چادر به سر میبرند، آیا میدانید چگونه مستراح میرفتند یا میروند؟ امروز بیخانه های آمریکا و کشورهای اروپایی که خیابان ها را جای زندگی خود قرار دادند، در کجا شکم خود را خالی و بدن را میشویند؟ در کرانه خلیج فارس عبارتی معمول بود که معنیش رفتن به مستراح است. آن عبارت رفت به دریا میباشد. به علت دشواری پاک کردن و نبودن وسایل، مردم در خانه هایشان مستراح نداشتند. اغلب بامدادان و هنگام نیاز مردان به ساحل دریا که معمولا نزدیک خانهشان بود رفته و شکمشان را در آبش خالی می کردن. با پیچیدن لنگ کنار خود خصوصیت این فعالیت طبیعی بدن را از دیگر چنب زدگان در کنارشان مخفی می کردن. با چنین عادتی زمین و محیط خانه هایشان را تمیز نگه می داشتن. وقتی از جای کسی سوال می شد مستراح رفتنش را با تلفظ عبارت رفت به دریا پاسخ می دادن که معنیش معلوم بود. خانوم ها همین کار را در طرفی دیگر انجام می دهد که با پرده و یا دیواری ساخته شده از برگ درختان خرما از بخش مردان جدا بود. سرکارگر بنایی برام تعریف کرد و می گفت در نیمه قرن گذشته برای اولین بار در این عمارت بیمارستان می ساختیم. یک روز زور دیدم یک کارگر محلی بر روی مستراح شرقی نماز می خواند. از او علت را پرسیدم. او گفت مگر این محراب نیست؟ در اروپا و آمریکا کارگران منتقل شده به آپارتمان‌های مدرن طرز استفاده از حمام و آشپزخانه را نمی‌دانستند. آموزششان دادند و از اشتباه‌هایشان داستان‌ها نقل کردند. در ایران وضع بهتر نبود. در کتاب تهران قدیم شرح کوتاهی از آن آمده. در کودکی و هنگام گذر از خیابان‌ها و کوچه‌های شهرم اصفهان می‌بایست همیشه دست بر روی دماغ بود. زیرا مستراحات کنار در ورودی خانه بلندتر از سطح خیابان ساخته می‌شدند. فضلات را مستقیم به خارج فرستاده و جمع می شد در حوضچه روباز که دیوارش از خاک همسط خیابان و کوچه بود. برداشتن مخلوط خاک و کثافت از کنار در خانه، بار کردنش روی الاغ در بشکه های بدون پوشش یا گونی هایی که در مسیر راه آب از آن می چکید، بوی عفونتی زننده و غیر قابل تحمل پخش می نمود. خرابی محیط از فضلات انسان و جمع کردنش چون یک واقعیت تقریباً روزانه و عمومی بود. بدی این وضع مغز کسی را که به سوی اندیشیدن و یافتن حل نمی برد وسائلش هم فراهم نبود. این مسائل متعلق به هر انسان را شرحیدم به امید نافراموشی. با زحمت بدون توقف تعداد کمی انسان پیشرفت کرده و می کند
برای پیشرفتش هزاران تن با دگر اندیشیدن و پژوهش و فعالیت و تجربه دانش آفریده و علم آموخته و آموزش دادند، زحمت ها کشیده و ابتکارها میطرحند. فعالیت این اقلیت هرگز متوقف نشده. امروز در اجتماع های صنعتی فعالیت هایشان آسانتر مورد قبول می افتد. اجتماع های عقب افتاده درگیر معیارها و اصول گذشته نمی خواهند خود را بشناسند. برای تغییری حقیقی و رسیدن به اوضاع روز و بهتر شدن مایل نیستند ادامه واماندگی های عقیده را متوقف و استفاده از دور را کنار گذارند. انسان درون خود کثیف‌ترین چیزش را همیشه با خود دارد. با ظاهرسازی و خوشبو کردن خیش بودنش در شکم مورد نظر و سپس توجهش نیست. بدون اندیشیدن و نادانی از حقیقت بار همیشگی شکم خیش به عنوان اهانت و تحقیر آن را به دیگران خطاب و تعارف می کند. می قبولم که گفتار امروز جالب نبود. کمترین آرزویم این است که این مطلب ناخوشایند موجب اندیشیدن مغزها گشته و در یادها بماند، زیرا هفته آینده بر اساسش پدیده های اجتماعی انسان و حقیقت نادانی از خودش در روش و زندگی را بیشتر می شرحم. با ما باشید. همه اوقاتتان شاد و جای زندگی و کارتان تمیز و بهداشتی باد. بسیار ممنون. اینم موضوع خوبیه و واقعا من رود آیلند که رفته بودم توی این قصرهایی که بهتون گفتم چندین قصر اینجا هست، البته چون اینا قدمتش به 300-400 سال نمیرسه و اینها، خب دستشویی و حمام اینا میبینید، ولی واقعا جا داره که آدم وقتی میره یه جایی ببینه که اون زمان اینا چی کار میکردن. همین آمریکایی‌ها تا چندین سال پیش یک اتاقکی بیرون درست میکردن که حالا بعد دیگه از ترس حیوانات و اینا اتاقک چوبی درست کردن، ولی حالا میارتش اگر یه جایی طرف میره اتاق اجاره کنه تو اتاقش دستشویی نباشه، توالت نباشه، یکم برای سخته. یعنی مثل تمام هتلا که تو همون یه اتاق توالت هست، حمام هست و اینا، که خیلی هم بد هست و از لحاظ باکتری و اینها کار بی خودی هست. بعد این دوستمون گفت خب ممکنه جالب نبوده باشد، ولی خانم لیلا از کانادا میگه جالب بود. مرسی. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید برنامه داشته باشید، 5 دقیقه، 10 دقیقه، ربع ساعت، 1 ساعت بیان صحبت کنید، ولی ازتون خواهش میکنم هی نیاین به من بگید آقا چرا اینه نمیگی، چرا برنامه شما آهنگ درخواستی پخش نمیکنه، چرا برنامه شما راجع به رابطه زنا و شوهرها صحبت نمیکنه. شما بیا. یه دوستی برای من نوشته بود که آقا چرا فلانی اینجوری آمده گفته. گفتم برای اینکه شما بیای بگی چرا اینجوری، من به شما بگم شما بیای اونجوری که دوست داری بگو. مردیم ما، 20 ساله داریم اینو میگیم، هنوز تو مغز بعضیا فرو نرفته که اون چیزی که شما میپسندی مورد پسند من نیست. حالا من که با شما غریبه هستم، آقا مورد پسند خواهرت، برادرت، همسرت، بچه‌هات نیست. چجوری به خودت اجازه میدی به یه کسی که غریبه هست نمیشناسی بگی این چیزی که من دوست دارم تو هم دوست داشته باش؟ اگه اینجوری بود یه ماشین میساختن، همون چیزی که این ترامپ احمق میخواد، میگه من ناراحت میشم این همه بنز و بی ام و تو خیابونا میبینم، یکی ازش سوال کنه ببینه ماشینای خودش چی بوده، و میگه اینا رو باید ممنوع کنن، همه جیپ بخرن، فورد بخرن. طرف دیروز میگفت احمق، بزرگترین کارخونه بی ام و الان تو آمریکا هست. بعد باز میگفت احمق، فورد و جیپ و اینها بیشترین وسایلشون از خارج میاد، به زودی 25% همه این چیزا گرون میشه. چنان مشکلات اقتصادی برای آمریکا درست کنه که درست اون ضرب المثل یک دیوانه، یک احمق، یک سنگی رو میندازه تو چا و هزار تا عاقل نمیتونن درش بیارن، برای من و شما ثابت بشه. وسط صحبت‌های این دوستمون عکسای 4 جولای، 4 جولای رو نشون میدادم. اتفاقا فکر کنم اول جولای، یه سالی من کانادا بودم، اول جولای اونا هم روز استقلال دارن. من نمیدونم دیگه اونا روز استقلالشون از کی، حالا اینجا از انگلستان جدا شده، اونا همینجوری زیر بار انگلستان هستن، ولی اونا هم روز استقلال دارن. اولا ما اون روز یک جانوری رو نشون دادیم که گفتیم ما نمیدونیم این مرد، زن،
و اولین بار دو بار یا یه بار من باهاش مصاحبه کردم، اون موقع من خواهش التماس که آقای سوربی ایرانی ها مخصوصا خانم های ایرانی بهش اذیت میکنن و این یه چیزیه که دیگه الان جا افتاده، چجوری اینا متوجه نیستن نمیفهمن اینا، ما باهاش مصاحبه کردیم. بعد حالا میبینم بابا این اصلا یه جانوریه که به غیر از اینکه گیجه، نمیدونه زن مرده، اصلا نمیدونه چه جانوری هست. و یه نفر از دوستان آقای مجید خوشنودی عکس موقعی که این جانور مرد بوده فرستاده و میبینید همون موقع هم رفته دماغش عمل کرده و اینها، این بیچاره از همون اول با خودش اشکال داشته. حالا یه ویدیوی جدید یه نفر دیگه برای من فرستاده، ببخشید اگر توش به اصطلاح توهینی هست، بی احترامی هست، ولی من اینو بهتون نشون میدم که ببینید آخونده حالا چه خوشحالن و چه سوء استفاده میکنن از این ویدیوها. یادتونه ویدیوهای حقا و یاران احمقش مثل شمیرانی و اینا رو گذاشته بود مسخره میکرد، یادتونه ویدیوهای فولادوند رو گذاشته بود مسخره میکرد. حالا ببینید این ویدیوهای این زنکه رو یا مردی که میگن این فعلا بالاش زن شده پایینش مرده، ولی تو اون ویدیو میگه حالا من منتظر دوست پسرم هستم که بیاد میخوام فلان چی بهش بدم و اینا، که نمیدونیم اون بیچاره دیگه کیه که چقدر بی دوست دختری کشیده که با یک همچین جانوری دوست شده. میگه که قانون اساسی برای ایران به سنای آمریکا مربوط نیست. خدا پدر و مادرت بیامرزه آقا پرویز. این رفتار خیانت به ما ایران است. ایران هزاران قانونشناس دانشمند دارد که فرهنگ و مردم ایران را از هر بیگانه دیگری بهتر میشناسند و آنها هستند که شایسته بررسی قانون برای ایرانند. کارهای سلمان فارسی مزدکی را تکرار نکنید. آقا خیلی ممنون. شما من نمیدونم کجا هستی، اروپا هستی، از اونجا به این آقای فخرآور بگو خجالت بکش مردک، رسیدی اینجا با اون وضع سوال انگیز که آقای ریچارد پر بیاد شب با تو هتل باشه بعد از دبی برات داره بیاد اینجا، برو دنبال کارت. حالا رسیدی اینجا دیگه استاد دانشگاه هم شدی، طرف دیپلم نداره استاد دانشگاه است. خب اینم از این براتون این عکس آقای ادوارد سنودن رو نشون بدم، حتما یادتونه. یه دوستی اینو فرستاد و میگه این سال 2013 بود. 2013 یعنی زمان اوباما. اوباما چندین بار آمد گفت ما تلفن همه شهروندان آمریکا رو کنترل نمی‌کنیم. این پسر که تازه الانم جوونه، ببینید حالا اون موقع چقدر جوون‌تر بود، این آمد گفت دروغ میگن، اینجوریه و از تلفن گذشته همه چیز شما زیر کنترل هست. بعد همین آقای ترامپ داد و بیداد که اوباما چنین کرد و چنان کرد. حالا ببینید خود ترامپ داره چقدر بدتر انجام میده، چنان ریخت اوضاعشون به هم که این آقایی که مال EPA است، مال محیط زیست و فلان اینها، تا حالا 12 تا جرم بزرگ انجام داده، بعد رفته به این گفته که تو اون دادستان کل رو اخراج کن، منو به عنوان دادستان استخدام کن. یعنی اصلا شده مثل شرکت هم نه، مثل چیزای مافیایی هست. مثلا طرف میره یه نفر میکشه که اون گادفادر بگه که این بله این بیشتر پدرسوخته است، اینو بیشتر بیارم نزدیک. در اصل نمیدونم، باز صبر کرد و دید. US ایران دیروز وقتی که سوم جولای بود یکی از دوستان اینو برای من فرستاد، من حالا بهتون نشون بدم. عکسی هست که درست کردن در رابطه با اون هواپیما. پری روز وقتی که من با آقای امیر حسین لادن صحبت میکردم، ایشون راجع به کشتی که اسرائیلیا زدن مال آمریکا گفتن ما اشتباه کردیم و چنین و چنان. من همون موقع یادم بود که این هواپیمای ایرانیا، هواپیمای مسافربری که چندین برابر هواپیمای جت F-14 هست، این رو ناو برای چی میگن، ناوای هواپیما بر آمریکا
زد توی خلیج فارس، بیچارم همش یه مشت کارگر خانواده های به اصطلاح چیزی که میرن دبی یا اینا کار میکنن توی این هواپیما بودن. 290 یا 299 نفر بالاخره کشته شدن، که بعدم دولت آمریکا اون موقع جورج بوش بود، اون جورج بوش پدر گفت ما برای هیچ چیزی حتی اگه اشتباه کرده باشیم از هیچ کسی عذرخواهی نمی کنیم. ولی اینجا ببینید نوشته سوم جولای 1988 ایران ایر فلایت نمبر 655 پرواز شماره 655، نمیدونم هنوزم همین شماره رو استفاده میکنن. بعضی وقتا وقتی که مردم یک خاطره بدی دارن از یه چیزی، اینا دیگه اونو استفاده نمیکنن. بذارید من اینو به این صورت بهتون نشون بدم ببینم بهتر خونده میشه نوشته هاش. نمیدونم این سیستمه چرا بعضی عکس ها رو وقتی ما میذاریم داخلش نوشته هاش خوب خونده نمیشه. در اصل این کمرای دو، آها خیلی بهتر شد. بله میگه که The United States Navy shoots down، فکر کنم غلطه که shot down قدم گذشته است دیگه، shoot down an Iranian civilian airliner flying in Iranian airspace killing 290 including 66 children. America refused to apologize. میگه که ایالات متحده آمریکا اون نیروی دریاییش یک هواپیمای ایران رو که با 290 نفر سرنشین توی هوای ایران بود، میدونید که توی به اصطلاح توی هوا که شما هستی توی هوا هم مرزهایی دارن برای ایران، اینا همین حقای دیوونه میگم مرزهای هوایی رو من خط کشی میکنم، فکر کنم بهش دیزی میدادن یه خورده گچم میدادن میگفتن حالا بپر خط کشی کن. I will never apologize. بله میگه که هیچ وقت هم عذرخواهی نکرد. بعد زیرش گفته جورج اچ دبلیو بوش، همین پیرمردی که الان روی صندلی نشسته و زنش هم چند مدت پیش فوت شد، این بابای جورج بوش دیوانه و الکلی و معتادیه که بعد شد رئیس جمهور، به اون میگن جورج دبلیو بوش، این یه اچ هم اضافه داره. این گفته که من هرگز عذرخواهی نمی کنم و برای من مهم نیست که حقیقت چیه. ببینید یعنی وقتی حقیقت هم اینه که شما این هواپیما رو عمدن زدی تو اینا، حالا باید عذرخواهی کنید، بابت عذرخواهی باید پول بدین، گفته من برای مهم نیست. خانم بیگلوم اینسی که جولیان اسنج هم در اکوادور، در سفارت اکوادور پناهنده هست توی لندن اگه اشتباه نکنم، چون دیدم پلیس‌های لندن اون پایین وایسادن که این بیاد بیرون بگیرنش، چون پاشو از اونجا بذاره بیرون از سفارت اکوادور دیگه جز خاک چیز نیست. البته حالا تا که اینا اینو رعایت کنن، چون همین الان که ما داریم صحبت میکنیم صحبت این است که ترامپ بره لندن، شهر لندن، شهردار لندن، اینا همه تظاهرات که ما نمیخوایم اصلا بیاد اینجا، ما به همچین شارلاتانی احتیاج نداریم. و اما یک ما روزا اینجا که نشستیم خب دوستان عکس میفرستن و چی میفرستن، بذارید من اینم اینجوری نشون بدم که فکر کنم خوندنش و اینا بهتر باشه و ببینید واقعا وضعیت اپوزیسیون کجا قرار گرفته و چرا ما میگیم قمپوزیسیون و اینا اپوزیسیون نیست. ببینید اینجا نوشته که همون جمله اول رو شما نگاه کنید، پس از پیروزی چشمگیر نخستین همایش هدفمند باورمندان به سامانه پادشاهی در اشتوتگارت 2577، حالا دومین همایش در فرانکفورت، کیا بودن؟ 10 نفر هم فکر نمی‌کنم باشن. آقای زرابی بوده، اون بوده، اون بوده، اون بوده، رفتن. قولت میدم هر کدوم از اینا وقتی میان بیرون پشت سر اون یکی دارن حرف میزنن. و حالا نوشته پس از پیروزی، آقا پیروزی موقعی که شما یه جایی رو گرفته باشی، یه چیزی رو گفته باشی، بعد بری کسب کنی، به دست بیاری، چه پیروزی؟ 4 نفر جمع شدید دور هم دیگه، رفتین یه چلو کباب هم خوردین، آفرین، پیروزی شکمتون بوده و شکست بعدن باسنتون که باید پسش بید.
اشتوتگارت، حالا میگه که فرانکفورت و همزمان در لس آنجلس، تورنتو، لندن، ادلای به تاریخ 6 و 7 مرداد 2577 برابر به 28 و 29 جولای 2018 برگزار میگردن. از تمامی هممیهنان مبارز دعوت میکنیم، وقت اینا مبارز هم هستن، از یکشون سوال کنید این مبارزه شما یعنی چی؟ آقا شیشه عرقتو میاری میذاری، نمیدونم میوت هم میاری میذاری، عکس خانم فرح یا اون یکی عکس رضا عقب افتاده رو میاره میذاری، یه برنامه اجرا میکنی، این مبارزه است. ای کاش خمینی هم مثل من و شما نادان بود و همینقدر مبارزه میکرد، هنوز نشسته بود دلش خوش بود با یه آیپاد با یه آیفون نشون میداد، بعدم میرم خودش 3 بار 4 بار تماشا میکرد. آقا خجالت بکشین. اینم از این یو اس ایران رو نشون دادم، پادشاهی مرد بودن هم نشون دادیم. رنتینگ فلگ اینو یه بار دیگه بهتون نشون بدم، این ماجرای مجاهدین و موقعی که افراد رو وقتی اینا به همه میگن مزدور مزدور، اینا هنوز نمیفهمن مزدور یعنی اینی که شما آوردی. آقای رضا مشایخی اگر پولش داده باشین، خرجش داده باشین، هتلش داده باشین، ایشون مزدور شما بوده. آقای گلن ترشیزی به همراه خانمش، به همراه پسرش، اگر شما خرجش رو داده باشید، ایشون مزدور شما بود. حالا اونا میگن نه ما خودمون دادیم، که حالا این دادنار هم کسی که کنترل نذاشته، هر کی میخواد بده به ما چه. ولی اینا رو که دیگه ما میبینیم که این خارجی هایی که میان اینجا یا پناهنده افغانی یا دیگران، که اون یکی پرچم رو کرده عبا انداخته پشتش، حوصله نداره حتی با دست نگه داره، این ست خانمم کردن پتو، 13 بدرشون اینجوری جشن گرفتن. خجالت و ننگ برای اونایی که هی میرن باز دفعه دیگه هم میرن. رنتینگ فلگ 4th of July. خب ما هی میگیم خبرنگار نیستیم، ولی این چیز که ول نمیکنه که کاخ سفید. میدونید که چند بار تا حالا این ترامپ وقتی وای میسه حرف میزنه نقل ارتش و اینا، هیجان زده میشه و میگه من نیروهای دیگه میخوام اضافه کنم. چند مدتی که گفته ما نیروی به نام، میدونید نام نیرو دریایی دارن، نیروی هوایی دارن و نیروی زمینی دارن اینها، و یه نیروی به نام نیروی فضایی، سپیس فورس، اونم میخواد راه بندازه. دیدن بهترین موقعی که اینو عنوان کنن و اناونس کنن به قول خودشون، این هم آنونس که توی ایران هم میگفتن برای تبلیغا، وقتی اناونس اینکه دیروز بالاخره به ما زنگ زدن، ما بلند شدیم رفتیم ببینیم چیه کاخ سفید، گفتن که میخوایم این جنرال مسئول اینو معرفی کنیم و نشون بدیم یه نمونه از راکت شو اینها. ما هم رفتیم، دوربینم که دیگه این روزا لازم نیست، یه عکسی گرفتیم برای شما. این جنرال هیلبیلی به اصطلاح فرمانده نیروی فضایی آقای دونالد ترامپ هست و میبینید که راکت هم آتیش زده. حالا این کی برسه به اینجا و منفجر بشه دیگه، اون منتظر باشید در خبرهای بعدی حتما باز هم شما رو در جریان میذاریم. نه خیر، مثل که آقای شهرام ایران بومی در شانزلیزه فرانسه اینترنت قوی گیرش نمیاد. این ماجرای اینترنت و اینا یه مقداری یاد بگیریم. مثلا شما از خونه اگه میری بیرون، اگه اون وای فای رو خاموش کنی وضع تلفنت بهتر میشه، چون اگه روشن باشه از دم هر کافه‌ای که رد میشی این میخواد به این وصل کنه، این میخواد به اون وصل کنه، این میخواد به اون وصل کنه، هی داره دور میزنه، اگه نگاه کنی یه چی دور میزنه، قشنگ خاموشش کنید. مگر اینکه یه سرویسی داشته باشی، خیلی ها هست تو ماشینشون سرویس اینترنت دارن، خیلی ها هست اسپات بهش میگن، نه وای فای اسپاتی هم چیزی، اونو داشته باشید، مای 15 دلار مای 20 دلار اینا، اون رو از خونه که میرید بیرون اونو بدین بهش. بعد از این برام باز یه چیزی هست، وقتی شما میای خونه احتمال زیاد تلفنتون عادت کرده به این وای فای که اینجا داری، فوری میاد رو این، وقتی میاد رو اینم بعضی وقتا اون وقت اشکالای دیگه میاره. اینا رو همش با تمرین، چی میگفتیم، تمرین و اشتباه و تجربه، تجربه و اشتباه، یه چیزی اینجوری بود، اینا میگن trial and
Error and try. یعنی هی اشتباه میکنی، هی امتحان میکنی تو به نتیجه برسی. ولی همون کار همیشگی رو اگه ادامه بدی نتیجهش همون هست. در اصل شاید این مشکل آقای شهرام ایران بومی است. فرق رجوی فرقه رجوی مرحوم. بله بله، خیلی ممنون که یادآوری کردید. حتما باید وقتی اسم رجوی رو میاریم باید مرحوم رو بگیم، چون وقتی آقای شیخ ترکی الفیصل آمد گفت که بابا مریم خانم دیگه ما رو اینقدر منتظر نذار، رجوی مرحوم، اینایی که برای یه ساندویچ اومده بودن از احساسات نفهمیدن که این گفت مرحوم، کف زدن، دوباره یکم ساکت شد، گفت خدای ما با چه خنگایی هستیم، رجوی مرحوم، فوری گفتن آقا این عربا وقت به یکی میخوان احترام بذارن میگن رجوی میگن مرحوم. عجب واقعا این آقای رضا مشایخی، رضای مشایخی اگه هستی برو اون ویدیو رو ببین، بعد شما برای ما بگو تا حالا کدوم عربی به یه نفر که زنده هست میخواد احترام بذاره میگه مرحوم. و حیفه، شما یک کتاب برای بابات نوشتی، شما نمیدونم تو این رشته های چیز هستی، نوکلیر اینا نیست، چیه اون یه قسمت، حیفه وقت خودتو میذاری اینجا میری دنبال یه فرقه که هر سال میگه امسال سال سرنگونیه. سال سرنگونی کی بوده؟ 40 سال اینا نشستن اونجا، 40 سالی که خود شما آوردی. و اون دوست شیرازی ما عجیب رفتا وقتی که گفت اولین نفر مسعود رجوی بوده، برای شما نیم ثابت کردیم که اولین نفری که همه جای خمینی رو ماچ کرد مسعود رجوی بوده، شاید منظور شما این بوده، رفت ماشاءالله دیگه خبری هم ازش نیست. اینم عکس مریم خانم که چه اشوه و نازی میکنه برای این سلطان عرب، اصلا کم مونده که یه گودی گودی ها با هم برقصن. نگاه کنید وای چه نازی داره والا، نگاه کن. اونم با تا حالا ندیدونی عربا اینجوری، این هندیا اینجوری میکنن، یا نمیدونم، خلاصه روزگار غریبی است. این یه رهبرتون، رئیس جمهورتون، اونم اون وقت. ولی از این جالبتر این عکس هست، مجاهدین رو نگاه کنید دوستان و اینو با هم مقایسه کنید، ببینید این بیچارهایی که 30-40 ساله از جوانی رفتن اونجا، حالا قیافه ها رو نگاه کنید. بعد همونجوری که گفتم افرادی مثل آقای غلام ترشیزی و رضا مشایخی برای اینا توجیهات خودشون رو دارن، میگن خب این یه جلسه غمگین بوده، اینا غمگینن، ولی نگاهی قیافه ها کنید، تو رو خدا ببرم نزدیکتر تصویر رو، یا همین درد رو به اصطلاح منتقل میکنه میفهمی. ما گفتیم با آقای ایران بومی تا یک ساعت نیم دیگه هستیم، وای میسیم 20 دقیقه دیگه برنامه من تموم میشه و جمعه با شما خواهیم بود. به احتمال زیاد ما سعی میکنیم دوشنبه ها با آقای لادن باشیم، چون جمعه ها من مطمئن نیستم که به موقع برسم و هفته قبلم ایشون چون دوشنبه بودن و خیلی از شما دوستان هم تشکر کردین هم خوشتون اومد از برنامه هایشون، سعی میکنم دوشنبه ها رو ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن باشیم. آقای امیر حسین لادن کتابی رو نوشتن و لطف کردن چندین نسخه رو به یا چندین جلد رو به تلویزیون مردم دادن که ما اینا رو به شماها بدیم، شما هم در مقابلش تلویزیون مردم رو حمایت کنید، نه مثل اون مفتخوری که فقط کلمه ما اینو میدیم به شما میگه کو چیه، فکر کرده حالا ما بند میخوام بدیم و میخوام خودش اعدام کنه، طناب مجانی. خدا سالاری و درماندگی کتابی هست که آقای امیر حسین لادن نوشتن و شما یه مبلغ دیگه مینیمومش 25 دلار، 30 دلار، حالا 50 100 هر چی دلتون میخواد، که ما این هزینه پستش، بسته‌بندی کردن و نوشتن آدرس و رفتن پستخونه و پرداختش و رسید گرفتن و عکس رسید برای شما فرستادن رو به اصطلاح بپوشونه. و اون حیف کلمه دوست، چون هی به من میگه نه شما بفرست من بعدن پول میفرستم، گفتم آقا ببخشید پدر من الان زنده نیست، ولی اگه زنده بود میگه برو مامانتو شوهر بده. بیاین با هم بریم سراغ آقای انصاری و کتاب ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر،
بعد برمیگردیم با شما برنامه رو ادامه میدیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و هرچه است از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می‌کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او، به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران میرساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته‌هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب‌های من و خاندان پهلوی و من و رضا میباشد که شامل مصاحبه‌ها، مقالات و جوابیه‌های احمد علی مسعود انصاری است، توسط شرکت آمازون منتشر شد. از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است: 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید. خب اینم از این قسمت. و یه وبسایتی رو آقای لادن با دوستانشون سالهاست که راه انداختن، مطالبشون رو اونجا می‌نویسن، ویدیوهاشون رو اونجا می‌ذارن و اون هم هست اندیشه.net، آدرسش اینجا هست. این https و اینا لازم نیست، حتی دیگه این روزا این www هم لازم نیست بنویسید. این را هم شما ببینید که برای رهایی مردم و نجات ایران چه باید کرد، به تارنمای اندیشکده مراجعه کنید. اندیشکده، من گفتم اندیشه، اندیشکده.net. بله، اندیشکده، اون اچ آخرش رو نمی‌نویسیم، اندیشکده.net. و حالا گفتم یا جمعه ساعت 3 به احتمال 50%، ولی به احتمال 90%، شاید هم بیشتر، دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر با ایشون خواهیم بود. و اما میگن که گمنامی گوید باده خوری، با صنمی زیبا خور، یا با رجل قوی دلی دانا خور، گرنیست تو را یاری همدم، یاری همدم می نخور، گر می خوری تنها خور. حالا من عوض کردم، میگم اگر می خوری می با سگت بنوش. فرقه تروریستی رجوی باز ترور کرد. آهان، آقای محمدی گفتود اینها جرأت نمی کنن بیان، آقای شادانلو گفتود اینها جرأت می کنن ولی باید اجازه بگیرن، و وقتی میخوان اجازه بگیرن اونجا هست که بهشون به اصطلاح اجازه نمیدن. میگه من حتی بهشون گفتم آقا من میام تو تلویزیون خودتون حرف میزنم و اینا نمیتونن بیان، چون آقا کارشون خرابه. بله، پیدا شدن پیکر قهرمان پاکباز مجاهد خلق مالک شرائی در آلبانی. این اون روز آقای مالک بیت مشعل در این رابطه
برنامه داشت حالا، و میگفتن هنوز به اصطلاح جسد این دوستشون پیدا نشده. الان آقای محمدی این خبر رو گذاشت که وبسایت خود مجاهدین این خبر رو گذاشته که پیدا شدن پیکر قهرمان پاکباز مجاهد خلق مالک شراعی در آلبانی. ماجرا به این صورته که میگن یه نفر رفته شنا کنه، داشته غرق میشده، ایشون که شناگر و غریق نجات و بچه اهواز و رودخانه کارون رو تو شبم از این ور شد این ور اون ور میرفته و رودخانه اربن رود و فلانا، این رفته اون رو نجات داده ولی خودش غرق شده، که میگن به عقل درست در نمیاد. ولی وقتی شما دوربر فرقه هستید خیلی مزاحم عقلتون نشین. اتفاقا دیدم خانم لیلا بیگلو نوشته بود که اینها در تله افتادن. بله، و یه زمانی اینا رو به صورت دام پهن کرده بود سازمان مجاهدین، حتی با اون میزایی کتاب فروشی بچه های 14 ساله 15 ساله، و اینا وقتی رفتن بعدم جمهوری اسلامی اشتباه کرد با اینا در افتاد. اونا فکر کردن که بله اینا یه قدرتی هستن فلان، همینجوری سمت شدن وایسادن، و الان همون 14-15 ساله ها 40 سال گذشته 55 سالشه. زنا که ماشالله باید براشون ریشتراش بخری، آقایون هم همه کمردرد پادرد دیگه، حالا چیزایی دیگه که روشون نمیشه بگن، درد بواسیر و فلان نه بمانن. بله، این هم آقای محمدی، ممنونم از ایشون، امیدوارم یه روزی هم ایشون با ما باشن. دوستان اگه میخواین در برنامه کانون آوا مهمان باشید با دوستان تماس بگیرید، ترتیب به اصطلاح برنامه رو برای شما بدن. و اما بازی روسیه با ایران، میگه که تعداد کشته‌های روسیه در جنگ سوریه 25 نفر، تعداد کشته‌های جمهوری اسلامی در جنگ سوریه 3000 نفر. هزینه روسیه در جنگ این روسیه و سوریه و اینا آدم قاطی می‌کنه. هزینه هنوز ما بگیم شوروی، هنوز هزینه روسیه در جنگ سوریه 500 میلیون دلار، هزینه جمهوری اسلامی در جنگ سوریه 17 میلیارد دلار. درآمد روسیه از جنگ سوریه 25 میلیارد فروش اسلحه، درآمد جمهوری اسلامی از جنگ سوریه 0. تولید وحشت و گسترش تروریسم مهمترین منبع درآمد روسیه است. شواهد نشان می‌دهند همانطور که انتظار می‌رفت روس‌ها در معاملات پشت پرده ایران را فروختند. اخیراً با همین آقای نتانیاهو، یه جایی بودم دیشب طرف گفت آقا ویدیوهای آقای نتانیاهو رو دیدی؟ گفتم نه بابا، این مردک شالاتان دزد فاسد که زنش رو فعلا تو دادگاه محکوم کردن و امیدوارم خودشم بگیرن، دلیلی که تا حالا خودشون نگرفتن به خاطر فساد دستگاه قضایی اسرائیل که خودشون به همدیگه نون قرض میدن، پولای دزدی رو با هم تقسیم میکنن، که حالا بعضی ها میگن آقا بزرگترین دموکراسی در خاورمیانه اسرائیل، بو گندش همه جا رو گرفته. بله، میگه شواهد نشان میدن این و این، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراتیو روسیه در طول 4 سال گذشته به اندازه تمام رهبران اتحاد جماهیر شوروی در طول 70 سال گذشته به تهران سفر کرده و یا با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در مسکو دیدار داشته است. پوتین در دو سفری که به تهران داشت با در دست داشتن یک جلد کلام الله مجید به دیدار رهبر رفت تا سیاست‌های کلی در مورد آینده روابط دو کشور مورد بررسی قرار بگیرد. چه شد که پوتین اینگونه دوستدار اسلام شیعی و جمهوری اسلامی شد و به همراه ترکیه نشست‌های پی در پی آستانه قزاقستان و دیدارهای سه جانبه سران به همراه ترکیه به شکل مرتب برگزار شد؟ این همان سوالی است که پاسخش از خیلی وقت پیش مشخص بود، اما جریان رسانه‌ای حاکم بر کشور هیچ وقت نخواست یا جرأت نکرد یا شعورشان نرسید به صورت شفاف به مردم آن را اعلام کند. واقعیت این است که امضای توافق هسته‌ای برجام که امضای طرف آمریکایی نیز پای آن بود باعث وحشت در پکن و مسکو شد.
رئیس جمهور چین همان اوائل رای تهران شد و فکر میکرد در تهران گوش تقسیم میکنند. روزها از ترس افتادن ایران در دامن غرب و آمریکا دست پاچه شده و به سرعت طرح دوستی عاشقانه با ایران را ریخته و منتظر ماندند. طرحی که هدف آن فقط دور کردن ایران از غرب به ویژه آمریکا بود. مقاله مقدار طولانی و براتون خلاصه‌شو خوندم. خانم لیلا میگه آفرین به احمد علی مسعود انصاری، کاش مردم نوکر صفت و چاپلوس از خواندن این کتاب روشن شود. خیلی ممنون که شما اینو گفتید، چون یک ایمیلی هم پتیک برای من فرستاده، میگه چرا شما هر وقت اسم آقای انصاری رو میاری به اصطلاح اصرار داری که بگی احمد علی مسعود انصاری. آخه ماشاءالله انصاری ها کم نیستن، پروفسور انصاری، دکتر انصاری، هوشنگ انصاری، هر چی بگی به قول دوستان میگه انشون ساریه. به خاطر اینکه آقای احمد علی مسعود انصاری اسمش اگه شما بنویسی مسعود انصاری میبرد دکتر انصاری رو نشون میده که مرده، اگه بنویسی احمد انصاری میبرد یکی دیگه. خب باید پس مشخص کنی، اینم مثل آدرس خونه است. وقتی بنویسی احمد علی مسعود انصاری این اینکه زیپ کد نوشتی، به اضافه زیپ کد که من تازگی ها فهمیدم این زیپ کد برای اینه، زون ایمپروومنت پلان. وقتی که آدرس های اینجا هم اینجوری بوده که برو بغل مثلا جان اسمیت اون کفاش اونوری، دیدید تو ایران هنوز که هنوز انقدر زیپ کد و شماره دادن، هنوز نوشته نرسیده به بانک صادرات. یکی هم نیست به اینا بگه خب احمق، من اگه نرسیدم به بانک صادرات از کجا میدونم که نرسیده به بانک صادراته، وقتی هم رسیدم که این آدرسه پس بی خوده بمانه. اینجا وقتی دیدن این مشکل پیدا شده آمدن شماره گذاری کنن و این هر کدوم از این شماره های زیپ کد نشون میده که یه چیزی. البته کانادا هم این کار کرده، ولی کانادا آلفابت و اینا رو قاطی کرده، خیلی مثل اینجا ردیف و قشنگ نیست. اینجا مثلا شما تا نو رو میبینی میفهمی این مال کالیفرنیا، تا دو رو میبینی اول زیپ کد میفهمی مال واشنگتنه، تا سه رو میبینی میفهمی مال یه شهر دیگه یا دیگه. ولی تازگی دیدن با وجود این کامپیوترهایی که گذاشتن اگه چهار رقم دیگه بهش اضافه کنن، یعنی پنج رقم اون زیپ کد یا زون ایمپروومنت پلان کد رو بذاری و یه دش یه خط فاصله بذاری چهار رقم دیگر اضافه کنی، میگن و یه رپورتی هم تو تلویزیون بود، نامه های شما سریع‌تر میرسه. یعنی پس از امروز آدرستون برای یک کسی که میفرسین چهار رقم زیپ کدتون رو بذارید تا اونا هم نه رقم زیپ کد استفاده کنن، میگن سریع‌تر میرسه. و اگر نگاه کنید تو هر زیپ کد پنج رقمی اونایی که پی او باکس دارن اون چهار رقم شماره پی او باکسشون میشه اون. اینم نمیدونم تا چه حد درسته، همیشه اینجوریه یا تصادفاً اینجوری میشه، ولی به چیای ریز توجه کنیم، یاد همدیگه بدیم، نگید خب حالا که من یاد گرفتم گور پدر اونا بذارید اونا بیافتن تو همین دست انداز بعدن یاد میگیرن. نه آقا، اگه افتادی توی دست انداز، من یه خیابونی اینجا نوشته بود از 25 تا 29 میبندیم درست میکنیم، جاده رو آب برده بود. وقتی که درست شد حالا باز شد، ما برگشتیم دیدیم نوشته بامپ یعنی دست انداز. ما گفتیم خب دیگه دست انداز یه اینجوری میشه، چشمتون روز بعد نبینه. همچین روز اول افتادیم توش، اگه ایران بود و پیکان بود و دستگاه جلو پیکان رفته بود بیرون دیگه، حالا شانس آوردیم ماشین نیسان بود، باز صد رحمت به این ژاپونیا. ولی از بعدش هر بار از اونجا میرم و میام چهارانما یا فلشر، اینا فور وی فلشر میگن، چهارانما که ما ایرانی ها میگیم، روشن میکنن که اولا نفر پشتی بفهمه که چرا من دارم یواش میرم، نیاد بزنه بهم، روبرو هم بفهمه که یه خطریه اینجا، چون اینا قانونا باید یکم شیب بهش بدن، ولی اینقدر آسفالت استفاده نمیکنن ماشینای مردم، لابد فامیلاشون دستگاه جلو درست میکنن. اینم از این ماجرا. در صورت یاد دادن یه عشق و شور و حال و ذوقی داره که هرچی هم من بگم فایده نداره، باید خودتون اون رو یاد بگیرید. 3:56 دقیقه است، به نظر میرسه که آقای ایران بومی نمیتونه با ما تماس بگیره، مسئله نیست، سعی میکنیم جمعه یا روز دیگه با ایشون صحبت کنیم. و اما چه کسی پا
پشت ویدیوهای نتانیاهو برای ایران است. میدونید که نتانیاهو چند تا ویدیو درست کرد، اصلا توهین‌آمیز بود به ایرانیا. میگه اینا شلوار جینم نمیتونن بپوشن. یا یه بار با اوباما یک کتابی آورد بهش داد، کتاب استر یا کتاب همون اشتار هم میگن تو ایران، اون آورد داد و گفت که ما کاری رو نیمه تموم گذاشتیم. ما سالها پیش زمان همون خشایار و استر و اون مردخواه و اینا، گفت که ما باید ایران رو اصلا همشون رو میکشتیم و حالا میخوایم بریم دوباره کارمون رو تموم کنیم. دوباره مثل این شاولایا هست، میگن شاه در رحیم بود نکشت، ما اگه بریم این دفعه میفهمیم میخوام چیکار کنیم. یا پسر احمقش میاد میگه که اگه ما رفتیم به اینایی که نمیان با ما تظاهرات پاسپورت نمیدیم. این احمق نمیفهمه از این وری که کسی احتیاج پاسپورت نداره. هر روز گفتی میخوام برم یک کشوری میکنه بیرون میندازت تو ایران. در هر صورت باز راجع به این رضا تنبل شد، یه نفر براش نوشته بود شهریارا شما چرا نمیای یک گرد همایی، یک فراخانی بذاری تا مردم دنیا بفهمن چقدر طرفدار داری. گفتم این دیگه چه احمقیه، اون میدونه که طرفدار نداره تو ایران، ولی اگه داشت چپ و راست مثل مجاهدین هر سال میذاشت. اینا هم دلشون خوشه یه نفر رفته روی پشت بام یک نوشته گروه چی ضربتی، گروه شورشی فلان. کارمون خرابه، از هر بری که میری بو گندش مجبورت میکنه همینجا وایسی. فعلا اقلا اینجا پنکه باد میزنه بو گند نمیاد. خب اینم از این دلیلی که من اسم احمد علی مسعود انصاری رو میارم که طرف بعد وقتی دنبالش میگرده یادش باشه که اسم این احمد علی مسعود انصاری است. و اما میگن که آقای نتانیاهو یه نفر که جدیدن مسئول کاراش هست، اون بهش یاد داده که با یک لحن مسالمت‌آمیز و به اصطلاح با کلک با ایرانی ها صحبت کنه و میبینیم که تا شلوغم میشه این میاد یه ویدیوی درست میکنه و میفرسه و یه ادم گولش رو میخورن. ولی مواظب باشید و گول این افراد رو نخورید. بله آقای پتیک یه چیزی برای من نوشته بود. من یاد موقعی که دانشگاه میری یا مدرسه هرچی میری بعضی ها یه کتابایی درست میکنن چاپ میکنن، ارزونترم میفروشن، شما میری میخری، خلاصه اون کتاب به اضافه جواب سوالاتی که در امتحانات معمولا داده شده سالهای قبل. برای این نوشتم که آدمت گرم، در آمریکا وقتی دانشگاه میری کتابایی هست که به عنوان تقلب دانشجوها میخرن و ازش استفاده میکنن. این کتاب خلاصه کتاب اصلیه، جواب امتحانات رو هم به بچه ها میده. شما با این کاری که انجام میدی وبسایت آقای آریان پور رو میخونی، منو یاد اون دانشجوهایی میندازی که به اصطلاح این کتاب تقلب رو میخرن و شما شدی کتاب تقلب من از این بابت ممنونم. ایشون نوشته که هوشنگ جان سلام، حدود 2 ساعت از دوباره مقاله ارسالی شما رو در مورد نوشته های کمال حبیب اللهی را کند و کاو میکنم. بند دوم، آیا شیخ محمد منتظری در رشته زیردریایی صلاحیت داشته تا در این مورد اظهار نظر کند؟ یا بند پنجم، از نمایندگانی که منتخب ساواک و رستاخیز بودند و تغییر چهره دادند و انقلابی شدند چرا اسم نمیبرند؟ بند ششم، او حبیب اللهی سرپرست 3 وزارتخانه به علاوه شغل خیش، تو پرانتز نوشته چگونه وقت داشتند؟ بند هفتم، انحلال مجلس در هنگام تشکیل دولت نظامی ضروری است، آن وقت ازهاری از دولت رأی اعتماد میگیرد. گفته ای از حبیب اللهی، خب اگر شاه نمیتواند تصمیم بگیرد چرا فرماندهان تصمیم نمیگیرند ولو علیه شاه؟ شما چرا خود شاه را در کاخش بازداشت نکردید؟ با احترام یا به هر وضعی، چون مملکت بالاتر از شاه است. بند دهم، باید به جای 3-4 نفر 10,000 نفر دستگیر می شدن، ضمناً خیانت و همدستی قرباقی را با فردوست مردود می دانند. حبیب اللهی در صورت نوشته ایشون خیلی هم به اصطلاح دراز، نشون می دانه اون مقاله اصلی چقدر مفصله. به بلاگ آقای آریانپور مراجعه کنید و ایشون خیلی فعاله، مقاله هایی رو که داشته و نوشته همه رو به صورت دیجیتالی الان سالهاست زحمت کشیده و اونجا قرار میده. ما هم وقتمون هم اینجا تموم شد و
آقای ایران بومی هم ازشون خبری نشد، اسکایپ رو ما خاموش میکنیم و امیدواریم که یه وقت دیگه یه جای دیگه این معضلات خانواده های ایرانی، اینایی که ایران بودن اومدن آلمان خارج، اینها اینا رو برای دیگران بگن، مخصوصا در موقعی که اونها با این معضل دست و پنجه نرم نمی کنن، که بدونن تو مغزشون باشه اگه در آینده خدای نکرده با این مشکل مواجه شدن، خودشون مثل اون نصیحتی که گو رفته از مسجد پرسیده و یک رفته از دوستای مهمونیش پرسیده و اینا، این کارو نکنن. هستن جاهایی که حتی مجانی به شما مشاوره مجانی میدن یا مشورت میکنن و اول نرین همه راه ها رو غلط، بعدن برین چند برابر پول بدین. اون ماجرای چوب خوردن و پیاز خوردن و اینا بود، میگفت طرف میگه پیاز میخوری یا ضربه بهت بزنیم شلاق چوب هرچی، میگه چوب میخورم، همچنین که 99 تاش میخوره 100 میگه نه نه حالا پیاز میخورم، همچنین که 99 تا پیاز میخوره بعد میگه فلان. حالا وقتی هم میگه پیاز، ما ایرانی ها که پیاز رو خام خام میخوریم، بعضی وقتا چشم این گارسونا باز میشه، البته اونایی که دیگه تو رستوران ایرانی کار کردن بلد. آقای مصطفی محمدی میگه خسته نباشید، شما هم خسته نباشید با اون فیلمای مستندی که ساختید و برنامه‌های افشاگری که داشتید و دارید و خواهید داشت. دوستان عزیز، تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. یک بار دیگه خدمتتون میگم که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اصلا شعار ما مثل اون که ننش نمیدونم باباش طلاق داده رفته شوهر ننش به حجاب داده 8 صفحه زندگی نامه خودمون رو نمیاد اینجا بنویسیم. زندگی نامه من خیلی ساده است، یکی ایرانی مثل شما، یه روز دنیا اومدم، مدرسه رفتم، درس خوندم، دبیر شدم، اومدم اینجا 34 سالم از مملکت بیرونم، این دیگه 8 صفحه ننم رفت نمیدونم به فلانی برای من جاب گرفت که نداره. ولی اسلوگن یا شعارمون اینه، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم. ممنونم از پتیک که گفت آقا بگو برای حمایت و با حمایت مردم، که بلکه دوستان بیننده هم اون غیرت همت عالیشون گل کنه. ضمناً هوشنگ نمیدونم بیننده برنامه بود یا نه، من روز سه شنبه که رفتم پست خونه چیزا رو پست کنم، گویا من زیپ کد شما رو، همین کلمه زیپ کد و اینا رو اونجا یاد گرفتم، زیپ کد شما رو به جای اینکه آخرش 7 باشه آخرش 2 نوشته بودن، و اون خانمه که چاینیزه بنده خدا میخواست کمکم کنه و اینها ولی نتونست. وقتی اومدم خونه با آدرس مقایسه کردم، دیدم شما درست نوشتی آخرش 7، من به هر دلیلی 2 نوشتم. شاید هم دلیلش اینه که از موقعی که اومدیم آمریکا 1 رو فقط یک خط صاف می‌نویسیم، 7 رو اینجوری می‌نویسیم و خط نمی‌کشیم. راستی اینا هم یادتون باشه، میگن 1 برای که یه زاویه داره، 2 هست برای که 2 تا زاویه داره، بشماری نگاش کنین، 3 هست 3 تا زاویه داره، و همینجور تا میرسه به 7 اون خطی که میکشن باعث میشه که 7 تا زاویه داشته باشه. اینم چقدر راست یا دروغ من نمیدونم. برنامه ما پر است از راست و دروغ و مزخرفات و حقایق. این شما هستید که باید بشینید اینا رو جدا کنید. یادتون اون وقتا برنج که میخریدن میریختن تو سینی، برنج رو پاک میکردن، از یه چیزایی مثل دوشگال میگفتن، یه چیزای کوچولو اینجوری یا اصلا سنگ، ولی برنجای اینجا وقتی هم نگاش میکنی هیچی نداره، تمیز و خوب. خب اینم صنعت هی پیشرفت کرده، هی تونستن تمیزش کنن. شما هستید که باید این برنامه رو مثل برنج پاک کنید، حتی بشورید، حتی اگه دیدید میخواین چلو درست کنین با این برنامه، بجوشونین آبشو بریزید شیرازی ها میگن ریسشو بکشید، و ثابت کردن که اون آب خوبه. اینایی که شمالی هستن کته میخورن وضعشون از من و شما خیلی بهتره. خیلی ممنون، متشکرم. منم از شما ممنونم خانم لیلا که با ما بودید. امیدوارم روزهای بهتری در انتظار هممون باشه تا منم خبرهای بهتری پخش کنم. یه روز باید از خانم لیلا سوال کنم، منی که موام اینجوریه از دست این ایرانی ها، موهای من تبدیل شده به شاخ، چی کار باید بکنم؟ هرچی هم کوتاه‌ترش میکنیم بدتره، اینجوری میشه. ایشون تو کار آرایشگر و اینها تجربه داره. آگهیتونی که ما نمیدید که، خب ما همینجوری میگیم، اینجوری میگیم. یادم رفت اصلا درباره رود آیلند صحبت کنم، عیبی هم نداره، چون ما هرچی به اینا گفتیم بابا 2 دقیقه درباره بیزینستون و
به قول مجید درباره کسب و کارتون شما توضیح بدین، که ما هر دفعه اینجا نگین نمیدونم چی بگم، ولی وقت ندارن دیگه، وقتی وقت ندارن وقت ندارن. خیلی ممنون دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش، به امید فردایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.